علی شاه ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی اگر از کرم بخوانی میرم آن که بشکنم عهد که تو حاکم جزایی میرم آن که بشکنم عهد که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت که تو آیت بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی ممنون هستیم که بیننده برنامه ما هستید. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان که در هر جای عالم هستید. این افتخار نصیب ما شد که ما مهمان شما بشیم و شما انشاءالله بیننده برنامه ما تا پایان برنامه باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین و به صورت زنده و مستقیم که تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره که تاریخ اسلام رو برای شما بازنگری کنه و انشاءالله وقایع و اتفاقاتی که در صدر اسلام افتاده است رو برای شما بازگو کنه. انشاءالله در لابلای این بیانات شما حقایق عالم رو خواهید فهمید و این برنامه به صورت علمی انشاءالله تقدیم شما عزیزان میشه. انتظار داریم که دوستان ما پرهیز کنن از جسارت، بی‌ادبی و توهین. دیگه ما خیلی مقدمه رو طولانیش نمی کنیم و چون فرصتمون گذشته وارد برنامه میشیم. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و چشمان پرمحبتشون نظارگر این برنامه ما هست و ما را مهمان کانون باصفای خانواده خیش قرار داده اند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم. خیلی ممنون هاجا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. اگه خاطر شایف حضرت عالی و بینندگان عزیز باشه، خب سلسله مباحثی رو که در ایام محرم تقدیم شما عزیزان شد پیرامون مباحثی بود و شبهاتی بود که آقایان وهابی ها تو این شبکه هاشون تو بقا کرنا می کنن و خیلی برای ما خیلی عجیب و واقعا تعجب آور بود دیگه، یعنی فضاحت از این بیشتر نمیشه دیگه ما تعریف کنیم. آقا این قضیه دفاع از یزید بود، یزیدی که مورد لعن و نفرین پیغمبر و اهل بیت و حتی علمای اهل سنت است. این یزیدی که شارب الخمر و زنا و تمام جنایتهایی رو که شما اگه نگاه بکنید توی پرونده اعمال این آقا هست، متاسفانه میان و دفاع میکنن بعد از 1400 سال، که واقعا خیلی برای برادران اهل سنت هم جای تعجبه که چرا این شبکه‌های وهابی دفاع میکنن. لطف فرمایید این سلسله مباحث رو یه مقداری که بعضی از بینندگان عزیزمون تازه پای گیرنده نشستن و اصلا
مباحث رو پیگیری نکرده باشن لطف کنید در این که حالا در جریان کار قرار بگیرن خلاصه یعنی از مطالب گذشته بفهمید تو انشاءالله سلسل بس ادامه پیدا بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با بحثی که ما در یکی دو جلسه داشتیم، ولی ما دیدیم متاسفانه یکی از عزیزان اهل سنت در جلسه گذشته که زنگ زده بودند میگفتن نه شبکه وهابی دفاع از یزید کرده و نه یزید دستور قتل امام حسین را صادر کرده. والا ما نمیدانیم، من گمان میکنم خیلی فارسی سلیس ما حرف میزدیم و خیلی روشن. حالا این آقایان حالا یا توجه نمی کنن یا دقت نمی کنن یا حواسشون جای دیگر هست. بله. مال این شبکه وهابی یا ناصبی رو ما کلیپش پخش کردیم که این آقا با صراحت میگه اصلا دستور نداده و خوشحالم نشد، بلکه شنید خیلی خوشحال چیز ناراحت شد، دستور عزاداری داد. حتی اینا با کمال وقاحت میگن اولین کسی که عزاداری برای امام حسین کرد یزید بوده. یعنی عزاداری رو هم حتی زیر سوال میبرن با این وقاحت. خب این کلیپش پخش کردیم و عرض کردیم در کتابهای معتبر اهل سنت و بزرگانشون مثل آقای ذهبی و دیگران به صراحت گفتن بر این که یزید دستور قتل امام حسین سلام الله علیه را صادر کرده. از فتوح ابن اعصم جلد 5 صفحه 18 نقل کردیم که یزید به والی مدینه دستور میده ول یکن مع جوابک الی رأس الحسین ابن علی، با نامه‌ای که برای من میخوای پاسخ بدی سر امام حسین هم زمیمه این نامه باشد. خود ذهبی که از استوانه‌های علمیشون هست به صراحت میگه یزید کان ناصبیان، این ناصبی بوده، شراب میخورده، افتتح دولته به مقتل حسین، اصلا آغاز دولت یزید با شهادت امام حسین شروع شد، آغاز شد. این رو ما عرض کردیم از سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 38، در جلد 3 صفحه 305 نامه ای که می نویسد به عبید الله زیاد دستور میده به کشتن امام حسین و بعد از دستور فقتله ابن زیاد و بعث به رأسه الی، ابن زیاد به دستور یزید امام حسین را شهید کرد و سر مطهرش را برای یزید فرستاد. آقایان مراجعه کنن این کتاب سیر اعلام النبلا از کتابهای مشهور، من گمان نمی کنم هیچ عالم سنی باشه که این کتاب رو نداشته باشه یا کتابخانی از اهل سنت از کتاب سیر اعلام النبلای ذهبی خالی باشه. جلد 3 صفحه 305، تاریخ اسلام ذهبی جلد 5 صفحه 10، البدایه و نهایه آقای بی کثیر دمشقی جلد 8 صفحه 165، خود ابن اسیر در الکاملشون جلد 3 صفحه 474 صراحت داره که عبید الله زیاد گفت اما قتلی الحسین فانه اشار علی یزید به قتله او قتلی، یزید به من گفت یا باید امام حسین رو بکشی یا خودت رو میکشم، فختر تو قتله، من برای که خودم کشته نشم قتل امام حسین رو من انتخاب کردم. و همچنین خوشحالی یزید ابن معاویه لعین خبیث بر شهادت امام حسین باز در خود سیر اعلام النبلا آقایان ببینن جلد 3 صفحه 317 که وقتی که سرهای مطهر امام حسین و دیگر شهدا را عبید الله زیاد به شام فرستاد، وقتی یزید چشمش به سرهای بریده افتاد فسر به قتلهم، اولا خوشحال شد و بعد دید که مردم ناراحتند و لعنتش میکنن، سبش میکنن و
برای شما عرض کنم دشمنش میدارن، شروع کرد اظهار ندامت کردن. خب آقایان مراجعه کنن تاریخ الخلفای آقای سیوطی جلد اول صفحه 208، کامل ابن اسیر جزری جلد چهارم صفحه 87. خب اینها صراحت دارن بر این که حتی خود ابن اسیر جزری میگه وقتی سر مطهر امام حسین به شام آمد، یزید خوشحال شد و عبیدالله زیاد را هدایایی داد و صله کرد و سره ما فعل، از کار عبیدالله زیاد اظهار شادمانی کرد. ثم لم یلبس الا یسیرا حتی بلغه بغض الناصله و لعنهم و سبهم. بعد از مدتی دید که مردم نسبت به یزید همه او را دشمن می‌دارند، همه او را لعن می‌کنند، فوشش می‌دهند. فندم علا قتل الحسین. اینجا دیگه اظهار ندامت کرد. خب آقا دیگه این کامل ابن اسیر دیگه همه جا هست، تو نرم افزارهای مختلف هم هست، حالا شاید چاپ‌هاش به قول فرق کنه. همین اندازه بلغه و بغض و ناس، همین تعبیر رو عبارت رو بزنن تو کامپیوتر ببینن بر این که این کتاب کاملا آورده، یا قضیه چوب زدن بر لبهای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. من واقعا نقلش برام هم دردآوره. خود ابن جوزی که از بزرگان مشهور اهل سنت کتابی داره الرد علل متعصب العنید، که ابوبکر ابن عربی آمده دفاع کرده از یزید، ابن جوزی رد کرده، کتاب مستقلی در این زمینه نوشته در صفحه 45. اونجا صراحت داره که وقتی یزید لعین، که واقعا اگر خدا بالاتر از لن و بالاتر از عذاب در تحت قدرتش هست، باید یزید رو به آن عذاب کنه و به آن لعن کنه و به آن گرفتارش کنه، میگه وقتی که سر مطهر امام حسین را جلوش دید، وضع رأس الحسین بین یدی یزید و ابو برزه هم از اصحاب پیغمبره، دید که داره با چوب بر دهان و دندان امام حسین میزنه، ابو برزه صدا کرد ارفع عصاک، چوب را از لب دندان حسین بردار، من والله دیدم لبهای پیغمبر بر این دهان بوسه میزده. خب این رو خود کامل ابن اسیر جلد چهارم صفحه 85، تاریخ طبری جلد چهارم با صفحه 356، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبیین صفحه 80 بر مبنای نرم افزار مکتب اهل بیت، در جلد اول صفحه 34 بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیر. خب صراحت داره بر این که میگه وضع الرأس بین یدی یزید لعنه الله فی تستن فجعل ینکته على ثنایا بالغضیب، در داخل تشت سر مطهر امام حسین رو گذاشتن، این خبیث لعین با چوب خیزران بر لبهای آقا امام حسین سلام الله علیه میزد. خب این قضایایی است که در کتابهای اهل سنت آمده. خب ما میگیم واقعا با این پرونده خدا او را لعنت کند، خدا ناصرینش را لعنت کند، محبینش را لعنت کند و مدافعینش را هم خدا لعنت کند، همونطوری که مطالبی رو از خود آقای آلوسی در این زمینه مفصل نقل کردیم. این در حقیقت خلاصه از بحث گذشته و جناب آقای محسنی بود. بله آقا، برای که ارتباط برقرار بشه با بیننده عزیز که تازه پیگیرنده است، این مطلب گفته شد، ان شاءالله که مورد استفاده قرار بگیره و حواس رو ادامه بدن. آجا بحث شبهاتی که پیرامون عزاداری امام حسین که این ایام خیلی بازار اشتاق بود توسط آقایان وهابی ها، خب یکی از شبهات و حرفایی که میزدن و تو بقو کرما میکردن همین قضیه سیاه‌پوشی ها بود برای عزاداری امام حسین، که بله این بدعت هایی که اینا دارن میارن شیعیان، این مطالبی که اصلا تو اسلام نبوده. من میخواستم این رو یکم ببریم عقب و ببینیم که آیا واقعا در صدر اسلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلم در مرگ و یا شهادت صحابه سوگواری میکردند یا نه، یا اصلا خود صحابه در مرگ در رحلت حضرت رسول آیا سیاه پوشیدن نپوشیدن، اینا رو لطف کنید بیان کنید که باید مشخص شه که آیا واقعا سیاه پوشی ما درسته یا درست نیست.
بله، حالا ما به قول گرچه بعضی از دوستان اصرار داشتن که کلیپ پخش کنیم، ولی اگر با کلیپ پخش کنیم دیگه وقتمون چون خیلی محدود هست و بعضی از دوستان هم میگن این داره اون مطالب علمی ما کم گیرمون میاد، ما داریم این مطالب رو مینویسیم، ضبط میکنیم، تدریس میکنیم. ولی خب عزیزانی که تو این 10-15 روز این شبکه های نواسب رو دیدن، شاید بیش از 20 مورد اینها آقا این سیاه پوشیدن ها همه بدعت هست و اینها گناه هست و معصیت هست و بعد یک سری روایاتی هم از کتاب های شیعه نمایش میدن. بعد میگه آقا نه تنها مردم عوام میپوشن، علما هم سیاه می، خودشون سیاه میپوشن، خودشون این بدعت رو احیا میکنن، خودشون نمیدونم این لباس فرعون اهل نار رو میپوشن. من در اینجا با توجه به سوالی که برادر بزرگوارم جناب محسنی داشتن، ما به قول اللهم بر و بر از اول شروع کنیم که آیا واقعا پیغمبر اکرم دستور سیاه‌پوشی داده یا نه. خب بفرمایید، من دیگه دونه دونه مطالب رو من میارم و تلاشم میکنیم خیلی سلیس واضح و روشن مطرح کنیم دیگه، که عزیز و بزرگوار اهل سنت نیاد بگه همچی چیزی نبوده. خب دقت کنن در رابطه با شهادت حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که در جنگ احد مظلومانه شهید شد و مسله شد. زمخشری از ادبا و مفسرین مشهور قرن پنجم و ششم هجریه. برای شما عرض کنم در اونجا صراحت داره، بکت بنت ام سلمه علا حمزه ثلاثه ایام و تسلبت. در شهادت حضرت حمزه سید الشهدا دختر ام سلمه هم عزاداری کرد و 3 شبانه روز هم لباس سیاه پوشید. خب آقایان مراجعه کنن کتاب الفائق فی غریب الحدیث رو ببینن، جلد 2 صفحه 192، تحقیق علی محمد بجاوی، دارالفکر بیروت، سال چاپش هم 1399 میلادی و 1970 هجری و 1979 میلادی. برای شما عرض کنم ابن منظور هم قضیه تسلبت که داره که ثلاثت ایام و تسلس 3 روز عزاداری کرد و سیاه پوشید. ابن منظورم در لسان العرب جلد 6 صفحه 318 در ماده سلبه ایشون صراحت داره بر اینکه فی حدیث بنت ام سلمه انها بکت علا حمزه 3 ایام و تسلبت، 3 روز عزاداری کرد و لباس سیاه پوشید. آقای زبیدی از بزرگان لغت نویس اهل سنت در ماده سلبه میگه از سلاب خرقتون سودا اون تلبس و هفت فکلا. سلاب لباس سیاهیست که مصیبت زده او را میپوشد. تاج العروس جلد 3 چاپ جدید صفحه 72. پس این یک نمونه در شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، دختر ام سلمه عزاداری کرد 3 روز و لباس سیاه پوشید جلوی چشم صحابه و نبی مکرم. صحیح. در رابطه با قضایای جعفر طیار سلام الله علیه که خدای عالم او به او در بهشت دو بالی خواهد داد، این رو هم آقایان مراجعه کنند. برای شما عرض کنم در کتاب غریب الحدیث جلد 1 صفحه 490 ابن جوزی تعبیرش این هست، از الازهری نقل می کند بر این که پیغمبر اکرم برای شما عرض کنم دستور داد به اسماء بنت امیس، فرمود تسلبی سلاسن 3 شبانه روز لباس سیاه بپوش. خب این دیگه دستور پیغمبر دیگه. مراجعه کنید قریب الحدیث جلد 1 صفحه 490، النهایه فی قریب الحدیث آقای ابن عسیر جلد 2 صفحه 378. خب خود آقای برای شما عرض کنم ابن جوزی در قریب الحدیث داره که از صلب از ثیاب ثود تسلبت و سلبت
یعنی لباس سیاه پوشید. اینجا به صیغه امر هم اومده. بله به صیغه امر هم هست. تسلبی سلاسن ثم اصنعی ما شئت، سه شبانه روز لباس سیاه بپوش. اگر واقعا لباس سیاه بدعته، نمیدونم این آقا از کجا در آوردن این رو. همینطوری مثل به قول محمد ابن عبدالوهاب راست میچرخید، چشمش به هر چه میافتاد آقا بدعته، چپ بدعته، بالا بدعته، پایین. فقط تنها چیزی که بدعت نبوده وجود آقای محمد ابن عبدالوهاب بوده. خب بفرمایید، این قضایا کاملا واضح و روشنه که پیغمبر اکرم دستور میده برای پوشیدن لباس سیاه. و معمولا هم در کتابهای لغت اون مطالبی و روایاتی میاد که در جامعه فرهنگ شده باشه و تمام قنطره های علم رجال و حدیث را گذرانده باشه. در رابطه با سؤال اخیر حضرت عالی نسبت به رحلت یا شهادت نبی مکرم، من آنچه که تو ذهنم هست روایتی از حسان ابن ثابت انصاری، شاعر مشهور عصر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. یک شعر خیلی مشهوری است، من گمانم خیلی از آقایان با این شعر انس داشته باشند. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، آمد این شعر رو در کنار قبر نبی مکرم: یا افضل الناس انی کنت فی نهر اصبحت منه کمثل المفرد سادی، ای رسول گرامی، ای بهترین خلق خدا، من در یک دنیای وسیعی، در یک رودخانه و دریای وسیعی بودم، الان در فقدان تو همانند یک انسان تنها و تشنه نشستم. و امسا نساؤک اتلن البیوت فما یضربن فوق قفا ستر با اوتاد، ای پیغمبر خدا، زنان تو خانه ها را به حال خود رها کردن و میخی به دیوار نمیزنن. اشاره به این که دیگه هیچ حرکتی، غذایی، چیزی نمیپزن، پخت پز و غیره در خانه های زنها نیست. مثل الرواهب یلبسن المسوح وقد، همانند راهبه ها لباس مسوح، آقایان دقت کنن، المسوح، و ایغن بالبؤس بعد نعمت البادی، اینها همانند زنان راهبه و کشیش ها جامه های تیره و کبود. آقایان مراجعه کنن کتاب های لغت، المسوح به معنای لباس تیره و کبوده. خب این دیگه واضح و روشن، آقایان مراجعه کنن. کتابی اخیراً چاپ شده به نام دیوان حسان ابن ثابت با شرح و مقدمه آقای عبدالله مهنا، صفحه 67. آقای ابن سعد متوفای 230 در کتاب الطبقات الکبری همین قضیه رو مفصل در جلد دو صفحه 321 نقل می کند، مال چاپ بیروت سال 1376 هجری و 1957 میلادی. خب این کاملا واضح و روشن بر این که در عزای نبی مکرم و در سوگ نبی گرامی هم طبق عبارتی که حسان ابن ثابت دارد لباس تیره پوشیده بودن زنها. خب دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، اگر بدعت، خب بدعت از زمان پیغمبر به دستور پیغمبره، و اگر نه بدعت نیست، آخه شما به قول این از کجا در آوردید؟ اینی که خود ابن تیمیه میگه کل شیء لک حلال یا کل شیء لک مباح، اصالت الاباحه در همه جا هست، مگر اینکه یقین کنید این چیه؟ حرام هست یا برای شما از کنم مکروهه. خب شما یک روایتی بفرمایید آقا از پیغمبر آمده، بله کسی اگر در عزای عزیزش لباس سیاه بپوشد حرام، اینه بفرمایید به ما. حالا اون روایاتی که از منابع شیعه آوردن مفصل اون جواب خواهم داد. چشم آجا، خیلی ممنونیم آجا. یه مقدار بحث بریم جلوتر، در زمان حضرت امیر علیه السلام و امام حسن علیه السلام قضیه چجور بوده؟ آیا اونجا هم داشتیم که اصلا بحث سیاه پوشی اینا یا نه؟ این دیگه به قول این آقایان باید به ما جواب بدن. من عبارتی را از سیر اعلام النبلا نقل می کنم، توپ رو میندازیم زمین این آقایان. سیر اعلام النبلا جلد 3 صفحه 267
برای شما عرض کنم، اونجا به صراحت ایشون میگه از آقای ابورزی نقل میکنه، خطبنا الحسن بن علی که بعد از شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه که همون روزی که حضرت رو دفن کردن، حضرت امام مجتبی آمد مسجد سخنرانی کرد، خطبنا الحسن بن علی و علیه ثیاب سود و امامت سودا. از این واضح تر، امام مجتبی در عزای پدرشون لباس سیاه پوشیده بود و عمامه سیاه هم بر سر کرده بود. اینم نیامدیم از بهار و نمیدونم مسند احمد و اینا، این دیگه سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 267. طبقات ابن سعد هم البته اخیراً یکی از این دوستان بخش امام حسنش آورده، صفحه 71 حدیث شماره 116 اونم همین قضیه را آورده. بعد جالب این هست که ابن کثیر دمشقی سلفی که مورد تأیید آقایان است، به قول آقا از کتابهای زیبای اهل سنت، جلد 8 صفحه 47، جلد 8 صفحه 47 بر مبنای مکتبت اهل البیت، چون چاپ البدایه اونی که در الجامع الکبیر است با اونی که در مکتبت اهل البیت چند صفحه با هم تفاوت داره. برای شما اصلا در رابطه با شهادت امام مجتبی میگه آقا امام مجتبی را چندین بار زهر دادن و حضرت از این زهرها خلاصی پیدا کرد، تا خلاصه آخرین مرتبه که به امام مجتبی اونم به دستور معاویه، وقتی که سم دادن این سم به قدری قوی بود که کبد آقا امام مجتبی را پاره پاره کرد. لما مات اقام نساء بنی هاشم علیه نو شهرن، بعد از شهادت امام مجتبی زنان بنی هاشم 1 عزاداری کردند، نوح سرائی کردند. بعد ایشون نقل می کند برای شما عرض کنم از عایشه، میگه قالت حد نساء بنی هاشم علی الحسن ابن علی سنتن، حد یعنی لباس سیاه پوشیدن، 1 زنان بنی هاشم در عزای آقا امام مجتبی سلام الله علیه لباس سیاه پوشیدن. همین قضیه را آقای حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد 3 صفحه 173 نقل میکنه، آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 13 صفحه 295 همین قضیه را نقل میکنه. اما کلمه حده که عرض کردیم لباس سیاه است، از بزرگان شیعه آقای تریحی در مجمع البحرینشون جلد اول صفحه 473 میگه آقا حدت المرأت على زوجها، یعنی یک زنی در عزای همسرش حد کرد، یعنی چه حد؟ یعنی لبست ثیاب الحزن، لباس عزا پوشید. مجمع البحرین عرض کردیم جلد اول صفحه 473. در لسان العرب باز همین تعبیر رو داره، جلد 3 صفحه 400 صفحه 143 تاج العروس زبیدی جلد 4 صفحه 413 میگه فلانی که حد علا مثلا زوجه، فلانی که حداد کرد در زوجش یا در فرزندش، معناش چیه؟ اذا حزند علی و لبست ثیاب الحزن، لباس حزن پوشید. همین تعبیر رو در حاشیه مجمع الزوائد هیثمی جلد 3 صفحه 18 به این شکل مطرح کردن. پس اینی که داره در عزای امام مجتبی 1 زنان بنی هاشم حداد داشتن، یعنی لباس عزا به تن کرده بودن. لباس عزا هم همه می دانن در تمام اقوام و ملل و ادیان نماد لباس عزا لباس سیاه است. کسی در عزا لباس قرمز و سبز و آبی و بنفش نمی پوشن. بله. خیلی ممنون آقا. آقا در زمان سید الشهدا علیه السلام حضرت امام حسین قضیه چجوری بوده؟ اونجا در اونجا در روایات صحیح ما داریم در منابع شیعه که مرحوم برقی رضوان الله تعالی علیه متوفای 278 و 79 هجری معاصر با امام هادی و امام عسکری بوده، کتابی داره به نام المحاسن در صفحه 420
حدیث 195 نقل میکنه مرحوم شیخ الرعاملی هم در وسائلشون جلد سوم صفحه 238 حدیث 3508 این روایت رو میاره. روایت از نظر سندی هم کاملا معتبر هست. اونجا از ام آقا برای شما عرض کنم امام سجاد سلام الله علیه نقل میشه لما قتل الحسین ابن علی لبس نساء بنی هاشم از سواد و المسوح. وقتی که امام حسین از دنیا رفت و شهید شد زنان بنی هاشم هم لباس سیاه پوشیدن و المسو لباس عذاب پوشیدن و کن لا یشتکین من حر ولا برد. یعنی این لباس سیاه پوشیده بودن زمستان تابستان این لباس تنشون بوده، نه در برابر گرما احساس ناراحتی می کردن نه در برابر سرما. در آخرش هم داره و کان علی ابن الحسین یعمل لهن الطعام للمعتم. آقا امام سجاد هم غذای مخصوص عزاداری می پختن، تهیه می کردن، فراهم می کردن. خب این هم کاملا چیز است. اگر شیعه میاد در عزای امام حسین میخواد لباس عذاب بپوشد، این سیره ائمه علیهم السلام هست، این دستور ائمه علیهم السلام هست، این دیگه احتیاجی به خلاصه فضولی دیگران ندارن. خیلی من راجع حقایق رو برامون روشن کردید، ممنونیم. خب بر صورت مشخص شد که قضیه سیاه‌پوشی چیه و این بوق و کرنایی که آقایون دارن رو هم دیگه انشالله قضاوتش با شما عزیزان. اگه اجازه بفرمایید آقا یه میام برنامه ببینیم و یه فرصت از میام اتاق فرمان ببینیم، انشالله برگردیم و تتمیه بحث رو تمام کنیم. خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. انشالله دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. انشالله برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. حاج آقا خب بحث رو فرمودید، ولی حالا میخوام بحث رو یه جور دیگه هم مطرح بکنیم. آقا یه مقداری زحمت کشیدن، حاج آقا رفتن مطالعه کردن، یه سری احادیث رو برای ما تو کتب شیعه در آوردن، ما ندیده بودیم مثلا این روایات رو که بر صورت
در کتب شیعه یک سری روایات هست که مبنی بر حرمت پوشیدن لباس سیاه و هر کسی که لباس سیاه میپوشه اهل آتش جهنم هست و این مسائل. لطف کنید این احادیث رو هم برای ما بیان بفرمایید که چگونه است که آقایان ذره انشاءالله این زحمات رو کشیدن که رفتن مطالعه کردن برای بینندگان عزیز مشخص بشه. بله، این آقایان فرض کردم من خیلی دوست داشتم کلیپ ها پخش بشه بعد جواب بدیم، ولی دیگه بنا شد که کلیپ ها رو دیگه در برنامه هایی که جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی دارن اونها چیز کنن، چون ما برای که به بحث علمی بیشتر بپردازیم آقایان دیدن اینها را. این آقایان مفصل شروع کردن، نمیدونم در روایات شیعه آمده که اصلا لباس سیاه لباس اهل جهنم هست و این آقایان حرف ائمه خودشون هم گوش نمیدن. بابا این روایت بخاری و صحیح مسلم نیست، این روایت کافی است و علل الشرایع است و امام صادق داره همچه برنامه‌ای دارد. خب ببینید، من اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. خب شما ملاحظه میفرمایید این اولین روایتی است که این آقایان تونتون آوردن بر اینکه از کتاب کافی جلد ششم صفحه 449. شما ببینید اصلا این آقایان که خب علم رجال نخواندن و یا نمیدانن و ما هم گفتیم آقا تشریف بیارن اینجا، ما در خدمتشون هستیم، حداقل یک هفته دو هفته ما حاضریم، از اینا بهترین وجه پذیرایی کنیم، یک دور رجال برای اینها آموزش بدیم، حداقل هم رجال شیعه رو بدانن هم رجال اهل سنت رو یه مقداری داشته باشن. قوم مشکل براشون اومدن اگه جای دیگه بری. حالا اختیار با خودشون هست، ولی بنده 20 سال سابقه تدریس در علم رجال و درایه تو حوزه و دانشگاه دانم دیگه، ما تقریبا تا سال گذشته دیگه اولین سال بود دیگه، خیلی از دوستان خواهش تمنا کردیم به زور در رفتیم و تقریبا تا حدودی مبانی علم جرح تعدیل اهل سنت و شیعه دستمون هست. خب عزیزان ملاحظه میفرمایند بر اینکه در قضیه برای شما عرض کنم کافی، دوستان اگر مانیتور، بله، ابو علی الاشعری، ابو علی شرم احمد ابن ادریس از مشایخ کلینی است، سقه است، ان بعض اصحابه، خب روایت رو مرسل، خب بفرمایید، قد شد محمد ابن سنان. خب محمد ابن سنان شما ببینید خود مرحوم آیت الله العظما خویی در ترجمهشون از ابن قزائری و برای شما عرض کنم شیخ و دیگران تضعیفش نقل کرده، همچنین نسبت به حذیفه ابن منصور شما ببینید حذیفه ابن منصور کسی است که از ولات بنی امیه بوده در زمان مهدی عباسی، هادی عباسی، ابو جعفر منصور دوانگی وزیر اینها بوده. خب همین آقای حذیفه ابن منصور میگه کنت این دعویه، پس سندن کاملا مخدوشه، این از دیدگاه شیعه به هیچ وجه قابل استناد نیست. بعد جالب اینه میگه من در حیره خدمت امام صادق بودم، فعطاه رسول ابی جعفر، فرستاده ابی جعفر منصور دوانیگی علیه لعنت اللائنین آمد گفت الخلیفتو یدعو، ابو جعفر منصور میگه شما بیایید پیش ما، فدعا به ممترن، حضرت امروز یا میگن بارانی، بارانی لباس چیز رو، بله، یا پالتویی که دوتا هم آستر داره هم رو داره، خلاصه پالتویی رو برداشت، احد و وجهیه اسود و الاخر و ابیض، یک طرفش سفید بود یک طرف دیگر سیاه بود، فلبسه ثم قال ابو عبدالله اما اینی البسه و انا اعلم انه لباس اهل النار، من این لباس رو می پوشم و میدانم که این لباس لباس آتش جهنمه. خب اینجا کاملا مشخصه منصور دوانگی فرستاده. حالا من عرض خواهم کرد که لباس سیاه نماد دودمان بنی العباس بوده، یعنی اینها مثلا مثل به قول این کلاهای چی بود مال نماد دودمان رضاخان بود، اینها شاپور و پهلوی چیزایی که شاب بله برای شما عرض کنم، اینها خلاصه هر نظامی برای خودش یک نماد خاصی داشته، نماد دودمان بنی العباس هم عبارت بود از چه
لباس سیاه خب کاملا مشخصه، از اون طرف گفته من بعض اصحابی کاملا مرسله. محمد ابن سنان که خود نجاشی داره، رجلون ضعیفون جدن لا یعول علیه، مردی ضعیف جدن و قابل اعتماد نیست. خب این از این جهت کاملا واضح و روشن هست که دیگه نیازی برای شما عرض کنم به گفتن نیست. بعد روایت بعدی را که این آقایان آوردن و به اسناده ان حذیفه ابن منصور، اگر دوستان بله دستشون درد نکنه برای شما عرض کنم، در اینجا هم باز روایت رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسنادش از حذیفه نقل میکنه. اسناد شیخ صدوق هم به حذیفه مشخص نیست و با توجه همونی هم که اونجا بوده همون سند است، ولذا از نظر اعتبار باز اینجا برای شما عرض کنم کاملا اشکال داره قضیه و به هیچ وجه قابل استناد نیست. و همچنین در وسائل شیعه خود مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میگه اینی که امام صادق لباس سیاه پوشید و فرمود این لباس آتش جهنم هست، تعبیر شیخ صدوق اینه، فعل ذالک کله تقیتن، امام صادق این لباس سیاه پوشید به خاطر رعایت تقیه بوده، لانه کان متهمن عند الاعداء بانه لا یرا لبس السواد، در نزد دشمنان که دودمان بنی العباس باشه متهمش کرده بودن چیه این لباس اینها را نمی پوشد و لباس سیاه هم لباس ویژه چیه بنی العباس بوده. و امام صادق سلام الله علیه با تمام توانشون تلاش می کردن بر اینکه خودشون و شیعیان خودشون رو حفظ بکنن. این دیگه کاملا واضح و روشنه، شما اگر روایت رو می خوانید ذیل روایت رو هم بخوانید که بزرگان ما در این زمینه همه که مثل اجداد شما آزاد نبودن هر کاری بکنن، هر برنامه کسی متعرض نشه. آقا امام صادق سلام الله علیه و دوستدارانشون در شدت فشار بودن و در تقیه بودن، اگر اینها رعایت تقیه نمی کردند خلاصه با مشکل مواجه می شدن. خب همین تعبیر رو هم باز خود مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایط جلد دوم صفحه 147 نقل میکنه. متشکر از اتاق فرمان. خب شما ببینید این آقایان میان یک روایتی را که برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست میارن چکار میکنن رو مانند ایها الناس، ببینید در کتاب های شیعه این آمده ولی آیا سند چیه، برای چه امام پوشیده و فرستاده منصور دوانقی اونجا هست. خب شما بینید خود تاریخ الخلفای سیوطی در جلد اول صفحه 262 صراحت داره بر این که لباس سیاه نماد دودمان بنی العباس بوده و دستور داده بودن همه لباس سیاه بپوشن، هر کس لباس سیاه نمی پوشید متهم به ضد حکومتی می کردن. یا نه شما ببینید خود تاریخ طبری جلد 4 صفحه 466 ایشون برای شما عرض کنم داره اخذ ابو جعفر الناسب سواد، ابو جعفر منصور دوانگی به مردم دستور داده بود بر اینکه لباس سیاه بپوشند. و حتی در ذیلش هم داره بر اینکه علی ابن جود میگه من دیدم مردم کوفه را در دوران بنی العباس اخذوا بلبس ثياب سود، حتی البقال، حتی اون افراد فروشنده ها هم تو مغازه هاشون چیکار میکردن؟ لباس سیاه میپوشیدند. خب مراجعه کنه تاریخ طبری جلد 4 صفحه 466. و جالب این هست که مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل جلد 4 صفحه 184 روایتی رو نقل میکنه که جبرائیل نازل شد بر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حال آنکه یک قبای سیاه پوشیده بود و یک خنجر و شمشیری هم از خودش آویزان کرده بود، پیغمبر فرمود که یا جبرائیل ما هاز الزی، این چه قیافه است امروز با این قیافه آمدی؟ حضرت فرمود زی و ولد عمک العباس یا محمد، این لباس فرزندان
عمویت عباس، یعنی فرزندان عباس وقتی به حکومت میرسن لباسشون اینه: یا محمد ویل لولدک من ولد عمک العباس، وای بر فرزندانت از جنایاتی که فرزندان عباس در حق اونها اجرا میکنن. آقا رسول اکرم فخرج النبی الى العباس فقال یا عم ویل لولدی من ولدک، وای بر فرزندان من که چه مصیبت هایی بر فرزندان من از دست فرزندان تو خواهد رسید. بعد برای شما عرض کنم فقال یا رسول الله، برای شما عرض کنم اف عجب به نفسی قال جر القلم بما فی، آیا من بیام برای شما عرض کنم خودم روی طوری کنم که نسلم بریده بشه؟ فرمود نه، این دیگه خلاصه تقدیر الهی بر این بوده. وسائل آقایان مراجعه کنن حدیث شماره 5466. خب اینا کاملا واضح و روشن دیگه، این هیچ به قول حرفی هم نداره. حضرت میبشه لباس سیاه و میگه این لباس دشمنان ما هست، لباس اهل آتشه، یعنی اشاره دارد که لباس بنی العباس لباس آتش جهنمه، لباس دشمنان دین هست. حضرتم میپوشد، تقیتاً میپوشه، کاملا واضح و روشنه. آقا یه سری روایت رو درباره نماز هم جمع کردن و گفتن که گفته شده که در لباس سیاه نماز نخونید چون این لباس لباس آتش جهنمه. بله، اینو چیکار میکنه جو؟ بله، در رابطه با این هم خب روایاتی آقایان برای شما عرض کنم آوردن در منابع شیعه، در علل الشرایع این روایت آمده که از امام صادق سلام الله علیه که سوال کردن بر اینکه آیا من میتونم در عرقچین سیاه نماز بخوانم، حضرت لا تسلفیها فانها لباس و اهل نار. خب در اینجا هم خب کاملا برای شما عرض کنم واضح و روشن هست که این برای شما عرض کنم، اگر دوستان باز مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. خب شما ببینید این عبارتی است که از علل الشرایع شیخ صدوق جلد دوم صفحه 342. خب ابی رحمه الله مرحوم شیخ صدوق از پدرشون ابن بابوی، حدثنا محمد ابن یحیای عطار ابو جعفر عطار قمی هست، از بزرگان شیعه و استاد کلینی هم هست. عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، عن سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد کسی است که نجاشی میگه ضعیفون، شیخ طوسی تضعیف کرده، آقای ابن قزائری تضعیف کرده، میگه ضعیفون جدا و مذهب فاسد داره. خود آیت الله لازم خویی هم در موجم رجالشون صراحتا میگه به روایات سهل ابن زیاد ما عمل نمی کنیم. محمد ابن سلیمان مجهول، عن رجلین، عزیزان دقت کنن، عن رجلین، از یک مردی، بازم روایت شد مرسل، اضافه بر اینکه سندن ضعیفه روایت مرسله، این به هیچ وجه همچه روایتی صلاحیت برای استناد نداره. حداقل این آقایان این اندازه باید درک و شعور و معرفت داشته باشن وقتی میاد میگه نمیدونم لا تسلف فانه لباس اهل النار، یک نگاه کنه، این دیگه احتیاجی به علم رجال هم نداره. یه کسی اگر الفبای علم حدیث بلد باشه اصلا لازم نیست بدانه که سهل ابن زیاد ضعیف، محمد ابن سلیمان چیه. همین که میگه ان رجل ان ابی عبدالله، مشخصه که این روایت مرسل شد. بله، یعنی ما نمیدانیم این رجل ثقه هست یا ضعیفه، نتیجه هم تابع خص مقدماته، یعنی رجل میشه ضعیف ولذا به روایت نمیشه عمل کرد. و همچنین همین عبارت در کافی آمده، بفرمایید علی ابن محمد، عن سهل ابن زیاد بازم، عن محسن ابن احمد باز مجهوله، عمن ذکره. خب بابا این آقا اینقدر گمانم دیگه تو این دانشگاه محمد ابن سعود بهش آموزش داده باشن، وقتی میگه عمن ذکره از کسی که برای او گفته، کی بوده معلوم نیست. اینم باز روایت مرسله، به روایات مرسل نه شیعه نه سنی، البته اونا در مرسلات صحابه یک حرفه های بی اساسی دارن که پنبش در مبانی جرح تعدیل زده شده. علای حال این آقایان ببینن این روایات که این حضرات دارن استناد میکنن تمامش کاملا واضح و روشن هست. این متشکر از اتاق فرمان. خیلی ممنون هستیم آقا.
ما استفاده کردیم و حالا فرصتمون تمام شد. اگه اجازه بفرمایید، چون قصد داریم که در این بخش پایانی صدای گرم بینندگان عزیز رو بشنویم، یک فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و انشالله برمیگردیم و انشالله موقع تلفنمون هست و دوستان بیان رو خط و با ما ارتباط برقرار کنیم. ممنونیم. یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی. ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم شهریارم غمگسارم، بیقرارم بیقرارم، دلفگارم جسای شیر خدا کس ندارم مولا. یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی. ای فخر عالم یا علی، ای فخر عالم یا علی، دل را تو مرهم یا علی، ما بی دلانیم ای نوع غرقاب، ما را تو دریا، ما را تو دریا، ما را تو دریا، دریا دریا دریا. خب خیلی ممنون هستیم. اگه اجازه بفرمایید دوستان عزیزمون از اتاق فرمان، ما یک سوالی تتمه مباحثمون مونده، در حد دو سه دقیقه ما از آقا بپرسم که بحث قطع نشه و بعد انشالله گویا خانم صفایی پشت خط هستن. خواهش میکنم خانم اسلامی ببخشید پشت خط هستن، لطف کنن یه مقداری صبر داشته باشن، انشالله ما صحبتمون تمام بشه و صداگرمیشون رو بشنیم. آقا یکی از مباحثی که دیگه دارن باز مطرح میکنن همین قضیه لباس سیاست که میگن لباس فرعونه. اینو لطف کنید اینم بفرمایید که ما دیگه حال خیالمون راحت بشه که این مطلب گفته شده، بعد ایشالا دیگه بریم برای بله. اگر دوستان مانیتور من رو خیلی سریع از طریق مانیتور من جواب بدم، خیلی روشن و واضح هست که این روایتی که آقایان نقل میکنن که امام لطفا آنتن بدی. بله ظاهرن بله تصمیم بله آمد بله درسته دستشون بله. درد نکنه. بله این روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع جلد 2 صفحه 346 نقل میکنه و به هذا الاسناد، به هذا الاسناد که اون در روایت قبلی هم آمده، پدرشون از نم از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد ابن عمران اشعری، عن محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هست که مرحوم شیخ صدوق ابن ولید امروز ثقه نمیدانن، قاسم ابن یحیی ضعیفه، برای شما عرض کنم از جدش حسن ابن راشد کاملا ضعیفه، از ابو بصیر یعنی هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی مشکل داره، قاسم ابن یحیی ضعیفه و جدش حسن ابن راشد هم از دوستداران بنی امیه بوده. خب از ابو بصیر نقل میکنه که برای شما عرض کنم قال ها از امام صادق از امیر المؤمنین فی ما علم اصحابه لا تلبس السواد فانه لباس فرعون، لباس سیاه نپوشید برای اینکه لباس سیاه لباس فرعون هست. خب این از اینش. آقا میگه در من لا یحضرم آمده. بله در من لا یحضر آمده، حداقل اگر شما این اندازه به قول شعور رجالی داشته باشید. شیخ صدوق میگه وقال امیر المؤمنین، شیخ صدوق متوفای چند جای محسنی؟ 381. از اون موقع تا حالا آقا امیر المؤمنین سال 40 شهید شده، یعنی 341 سال بین شیخ صدوق تا امیر المؤمنین فاصله هست. خب من نمیدونم والا این آقایان به قول اون عقل و شعورشون رو چیکار کردن. و همچنین در روایت بعدی هم ببینید محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، تا اینجا ما مشکل نداریم، عن احمد ابن محمد رفعه عن ابی عبدالله، باز روایت شد مرفوعه. احمد ابن محمد ابن یحیی طبقه 7، راویان از امام صادق طبقه 4، حداقل 2 راوی حد اکثر 3 راوی بین احمد ابن محمد تا امام صادق سلام الله علیه حذف شده. خب این روایات این شکلی رو آقایان دارن،
همینطوری فلعی نقل میکنند در کتابهاشون، همین روایت در کافی هم آمده. آقایان مراجعه میفرمایند احمد ابن ابی عبدالله، که احمد ابن ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن ابی عبدالله برقی هست، ان بعض اصحابه، باز بعض اصحاب مرسل، رفعه شد مرفوعه شد. شما ببینید احمد ابن محمد ابن خالد برقی متوفای 279 از بعض اصحابش نقل کرده، اون یک دفعه پرانده را روایت رو به نبی مکرم. پس این کاملا واضح و روشن. متشکر از اتاق فرمان. مرفوع هم توضیح بدید که ما با اهل سنت تفاوت داریم، که مال ما نمیرسه مال اونا میرسه. که اینو بله، این یک اصطلاحی است که آقایان دقت کنن. حدیث مرفوع از دیدگاه اهل سنت یعنی حدیث منسوب به پیغمبر، مثلا عایشه رفعه عن رسول الله. ولی حدیث مرفوع از دیدگاه شیعه اون حدیثی را میگوین یک یا چند راوی حذف شده باشه و سند پریده شده باشد از یک راوی به مصدر. البته این روایاتی که ما داریم ضعیف است، ولی بزرگان ما میگن حداقل دلالات این بر کراهت صاحب جواهر، برای شما عرض کنم در رابطه با لباس سیاه، مثلا لباس سیاه ارتباط لباس سیاه در نماز ارتباطی با لباس سیاه در عزاداری نداره. لباس عزاداری یک دنیایی برای خودش داره. فرضاً اگر این روایت هم باشد، حد اکثر نسل دراده بر کراهت میکنه، بیش از این نیست. شما مراجعه بفرمایید کتاب جواهر که از کتابهای مشهور و مفصل فقهی شیعه است، جلد هشتم صفحه 230، مرحوم صاحب جواهر تمام روایات رو آورده و نظرشون رو داده، حتی همون روایت امام صادق فإنی ألبسه و اعلم انه من لباس اهل النار، اینم آورده و جواب داده. ولی زمان من به این آقایان توصیه میکنیم که اینطوری دیگه آبروریزی، گرچه آبروی براشون دیگه الحمدلله شبکه ولایت نگذاشته بمانه، ولی دیگه حداقل دیگه بیش از این خودشون رو رسوا و مفتزه نکنن. متشکرم آقا، لطف فرمودید. خب خیلی ممنونیم. ببخشید از سرکار خانم، خانم اسلامی عذرخواهی میکنن که پشت خط موندن. سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار خانم. سلام عرض میکنم خدمت و علیکم السلام شما جناب آقای قزوینی و آقای محسنی. خواهش میکنم. در ابتدا میخواستم تشکر کنم از حاج آقای قزوینی که همه شبهاتی رو که برای شیعیان به وجود میاد با سند و مدرک رفع میکنن براشون. بله. و صحبت من در مورد برنامه چند شب پیش اون شبکه وهابی هست که یک از کارشناساشون بودن که خطبه 176 نهج البلاغه رو میخوندن و به همان توصیه میکردن که این خطبه رو بخونید. خطبه چنده؟ 176 نهج البلاغه بود که میخونن و به همان توصیه میکردن که این خطبه رو بخونید، ولی گفتن که همه خطبه های نهج البلاغه رو نه، چون درست نیست و سند نداره. من اینو میخوام عرض کنم که خطبه های نهج البلاغه درست هست، ولی این آقایون از خوندن خیلی از خطبه ها احساس خطر میکنن، چون خودشون بارها در صحبت‌هاشون گفتن که اگر خلافت حق حضرت علی بود چرا سکوت کرد و در مورد دفاع از حقش چیزی نگفت. خب اگه همه نهج البلاغه رو بخونن می‌بینن که در خطبه‌های زیادی حضرت شکوه از ابوبکر و عمر و عثمان و قصد خلافت کردن و مطالب زیادی هستش در نهج البلاغه که برخلاف میل اون آقایون هست. در نهج البلاغه به کرار در مورد فتنه‌های بنی امیه فرمودن، در خیلی از خطبه‌ها اهل بیت پیامبر رو توصیف کردن، در چندین خطبه خبر از ظهور حضرت مهدی دادن، ویژگی های 12 امام رو بیان کردن. همچنین در خطبه 173 نهج البلاغه که در مورد شکوه از قریش و ناکدین هست، در قسمتی از این خطبه فرمودن که به آنها طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند و همسر رسول خدا عایشه را به همراه خود می کشیدند، چنان کنین دیرا که به بازار بعد فروشان می برند، به بسته روی آوردند در حالی که همسران خود را پشت پرده نگه داشتند، اما پرده نشین حرم پیامبر را در برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادن. خب خوندن این خطبه ها برای اون آقایون و امثال اون آقایون خوشایند نیست و باید هم از خوندن خطبه های نهج البلاغه احساس خطر بکنن. و یه مطلبی هم که می‌خواستم عرض کنم در مورد یه شخصی هستش که به این شبکه زنگ میزنه و شاعر شده و شعرهای بی قافیه و ردیف میخونه. ما نشینده بودیم کسی شعر بگه و خودش نتونه اونو بخونه. اینو باید یکی دو ساعت زودتر بهش برسونن که دو سه مرتبه ازش بخونه که این همه توفق نزنه. این افراد هرچن به دروغ میان میگن که ما شیعه بودیم و سنی شدیم، ولی اگه راست هم که بگن برای ما شیعیان افتخار بزرگی هستش که چنین کسانی
که حزب باد هستند راهشون رو جدا کنن و شیعه رو از وجود چنین کسانی پاک کنن. ممنونیم خانم اسلامی، ممنون از این وقتی که به من دادید. از این دقت نظرتون خیلی ممنونیم. متشکرم. شب شما بخیر. جناب آقای حسینی از آلمان از برادران اهل سنت که همیشه هم خدمتشون هستیم. بله سلام عرض میکنم جناب آقای حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. سلام کردیم آقای حسینی. السلام علی سیدنا محمد المصطفى و علی آله و اصحابی اجمعین و علینا و علی عباد الله الصالحین. بله. البته در رابطه با مسئله سیاه‌پوشی و مسئله حد مثل این در کتاب های لغت هستش که در واقع بیشتر برای زنها هستش. حتی اینجا میگه حد خداد و حدادن لبس السواد للمیت و حدت المرأت یعنی ترکت الزینت و لبس السواد للموت زوجها فهی حد جمع حوادث احدت المرأت یعنی ترکت الزینت بعد وفات زوجها. اینا درست هستش. ولی آیا خود پیغمبر یا مردان لباس سیاه می پوشیدن یا به در واقع اندام می نشستن یه یک مسئله. البته من فصل امروز هم در رابطه با مسائل دیگه ای هستش که انشالله که وقت شد نه رو احل. شما در چند هفته پیش فرمودید که حدیثی از حضرت رسول نقل فرمودید که فرمود اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلو. به استناد این حدیث معاویه مهجور الدم هستش. چرا حضرت علی راجع به معاویه اعلام جهاد نکردن؟ یک، دو، بعد از صلح امام حسن که برقرار اساس ایشون میبایستی بعد از خود کسی رو جانشین خودش نکنه بلکه به مهاجرین و انصار واگذار بشه. چرا در سال 56 هجری بعد از آنی که معاویه به زور شمشیر از سیف و قبل الکلام گفت من با از شما بیعت با یزید را خواهم گرفت، چرا امام حسین، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر که اینها هر سه در مدینه بودن و خیلی طرفدار داشتن، چرا مجتمعا علیه معاویه اعلام نکردن که ایشون نقض عهد کرده و قابل اطاعت نیستش؟ یک، و اعلام جهاد نکردن علیه یزید علیه اللعنه. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون جناب آقای حسینی. بله کاری باشین. بله ما به آقای حسینی سلام کردیم. سلام واجب نیست ولی جوابش واجبه و ایشون یه جواب به ما بدهکار هستن که واجبشون فراموش نشه. بله خب حالا چون مس میخوندن دیگه مثل رادیو زرد جا امیرالمومنین اعلام جهاد نکردن، ولی 18 ماه امیرالمومنین با اون معاویه به قول با اون سابقه ننگین و سیاهش برای شما عرض کنم جنگیدن. بله. و در نامه 16 میگه معاویه و یارانش که در فتح مکه اسلام آوردن مسلمان نبودن، اینا کافر بودن، سرپوشی برای اسلامشون گذاشتن و ده ها خطبه در نهج البلاغه نامه در خباست معاویه امیرالمؤمنین داره، یا تعابیر دیگری که از دیگر صحابه است. حالا در رابطه با اذا رأیت معاویه فی منبری فقتلو، این بحثی است که مربوط به جناب آقای یزدانی بود. ایشان فردا شب تشریف بیارن جوابشون رو از ایشون بگیرن. بله. الو سلام جناب آقای علی آقا از اصفهان. آقای علی آقا از اصفهان سلام عرض کردیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درود بر شما مجد توانا و حضرت آیت الله قزوینی عزیز. درود بر شما. من از دور دست این سید بزرگوار و جلیل القدر میبوسم. لطف دارید شما. چند مطلب می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. انشالله که این شبکه وهابی بتونه جواب منو بده. انشالله. اگر هم نده مجددا زنگ می‌زنم. اینقدر زنگ می‌زنم تا جوابمون رو انشالله بدن این شبکه. انشالله. این شبکه هرمله جناب آقای محسنی عزیز. بله. چند مرتبه داره اعلام می‌کنه که آقای قزوینی یه پاش آمریکاست، یه پاش قومه. بله. من از این شبکه اعلام می‌کنم قربون شما برم که وسط کار قرار داری. بله. و یه مطلب دیگه که مطرح میکنن، میگن که هر کی میره آمریکا لختش میکنن، واکاویش میکنن. یا آقای کلهور میخوام ببینم چند بار رفت آمریکا و لختش کردن. بله. و یه سوال خیلی مهمی میخوام بکنم، اگر آقای قزوینی اجازه بدن این سوال مطرح کنم. بله. بفرمایید، دارید رعایت ادب بشه. بله. در خدمت شما هستیم. میخوام ببینم اولوالامر اینا که آقای ملک عبدالله رفت آمریکا و اون رقص شطوری و اون مشروبات الکلی که با رئیس جمهور خورد، آیا اول لختش کردن بعد شرابش دادن، یا اول شرابش دادن بعد لختش کردن؟ بله. جواب ما رو بده. بله.
بله. آقای علی آقا ما میخوایم که یه ذره خلاصه مقدمانه تر باشه. ما به نظر اینو بیهایی به عذر رسوندن. بله. این شبکه شما به حمدالله چنون تو کنده اینا زده و چنون دهنه اینا رو خورد کرده که اصلا از مسائل مذهبی خارج شدن و رو به مسائل سیاسی آوردن و صبح شب متاسفانه بعد همینجوری که شما میفرمایید. سومین مطلب در مورد این شبکه وصاله، این بنده خدا صبح تا شب اعلام میکنه که من دکترم و من میخوام با آیت الله قزوینی مناظره کنم. من سوال از ایشون دارم. اول از هرچیز که این مدرک دکتری ده بیه مدرک کن روی تلویزیونشون بده که ما بفهمیم مثلا تو دکتر هستی یا نیستی. اگر دکتر هستی که بحثی نداره، اگر هم نیستی که اصلا ما کاری با تو نداریم. و سوالی که از آقای قزوینی دارم و خواسته که از آقای قزوینی دارم اینه که آقای قزوینی عزیز، این شاگردایی که نوپا هستن جدید اومدن، شاگردان شما هستن، معرفی کن که با این بنده خدا یه مناظره بکنن. دق کردیم بنده خدا بله. یه موقع سکته نکنن بله. و از بین نره. حالا خواهشان این سوالای منو مطرح کنین که این آقایون جواب بدن. اگر بله، جواب ندن بله، علی آقا دو دقیقتون تموم شد. حالا زنگ بزنید تا جواب بگیرید. ممنونیم. متشکرم جناب علی آقا از اصفهان. خیلی متشکرم. سلام خدمت جناب آقا سعید از خراسان از برادران اهل سنت. علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. با عرض تسلیت و از خود ایام سیدباری زید شهدا ممنونیم. ما هم عرض تسلیت داریم خدمت شما و همه برادران اهل سنت. خدمت شما مجری گرامی و استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی. ممنونیم. با اون بحثایی که اینجا شد خیلی از استاد گرانقدر کمال تشکر دارم. ولی خب این سوالات که جناب علی بحثا و توضیحاتی که داده شد یک مقدار سوالات هم به ذهن ما ناخودآگاه خطور میکنه. خیلی جالبه. بله. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که شیعه و سنی با هم خلط هستن. بله. با هم همسایه هستن، دوست هستن، سر کار میرن. در یک خانواده هستن. عروسی ها و عزاداری ها هم دیگه هستیم. من صدای شما را آقای محسنی ندارم، باید با تأخیر از تلفن از تلویزیون میشنوم. بله. ازم بزرگ شما که مخوام سالی که راجع به لباس که گفتن این سال ایجاد میشه که مثلا ما در مراسم عزاداری برادران تشیع رو میبینیم که زنجیر میزنن و بعد طبل و شیپور و ریتم و موسیقی خاصی داره. حالا موسیقی ها رو ما در کارشناس چیزش نیستیم که راجع به اون صحبتی بکنیم که موسیقی عزا داریم و موسیقی غیر عزا. ولی میخوام بگم که واقعا سوالاتی که برای ما ذهن ما هست اینه که ببینید ما بزرگان ما این یاد دادن که مثلا کسی از دنیا رحلت کرد برای اون عزا بگیریم تا سه روز. بعد حالا چون در جامعه هایی نشستیم که مثلا هفته میگیرن، چهلوم میگیرن، خب ما هم اهل سنت هستیم که گذاریم دوستان ما چهلوم هم میگیرن، سالگرد هم میگیرن، هفته هم میگیرن. ولی این معناش اینه که مثلا به ما اینجوری که یاد دادن کسی که از دنیا رحلت کرد براش خیرات و احسانات انجام بدید، مثلا براشون بعد از رحلتشون کارهای ثوابدار انجام بدید. برای من این سوال هست که تو ذهن من چرا در اول محرم بله. تا روز آقا سعید فقط یه ذره سریعتر فرصتتون داره تموم میشه. بله. اول محرم بعد اول محرم تا ده محرم نشستن مثلا عزاداری میکنن. خب امام حسین ده روز بعد از محرم به شهادت میرسن. خب این ده روز مرثیه خوانی یک جوری با احادیثی که برای ما یاد دادن یک کمی تناقض داره. دوست دارم حاج آقا اینو برای ما توضیح بده. خیلی ممنون. بعد من کار ندارم به حالا وهابیت و بهائیت و اینا. بله. ولی از حاج آقا یک خواهشی دارم. بله. سعی کنید وقتی که شما صحبت میکنید به مقدسات اهل سنت چیز نکنین. شما یکی به میخ میزنید یکی به نل. مثلا خلفا خط قرمز اهل سنت هست. بله. من کار ندارم با یزید و امثال یزید، ولی دوست دارم که وقتی که حاج آقا توضیح میدن، خب ما بیننده هستیم، ما درسته شبکه ولایت هست، ولی اهل سنت هم بیننده زیاد داره. بله. چون تو کشور خود ما داره این ما جسارت که نکردیم به خلفا و به اصطلاح کشور نه گاهن بوده. بله. چرا حاج آقا محسنی گاهن شما که در چیز نبودید چشم تذکرتون
بعد تشکر میکنم و میخوام که راجع به همین زنجیرزنی و ریتم اینا خیلی ممنون آقا سعید. گفتن قمرزنی رو ولی راجع به زنجیر و درود بر شما برام خود دوستان توضیح بدید. خیلی ممنون. تشکر ان شاء الله از تلویزیون جواب میشنوم. شما هم خیلی ممنون. الو جناب آقای هادی از اردبیل سلام عرض میکنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. مظهر مبارک استاد بزرگوار افتخار عالم تشیع جناب آقای دکتر قزوینی و مدری محترم جناب آقای محسنی. سلامت باشید. من مطلبی را که خدمت حضرت استاد بزرگوار جناب آقای هادی دو دقیقتون فراموش نشه. سعی میکنم در همون دو دقیقه تمام کنم. ممنونیم. استاد بزرگوار این روزا مسئله چه اذهان عمومی را به خود مشغول کرده چه اهل سنت چه شیعه بر این باور هستند جهت رفع شبهات فی ما بین بهترین راه حل همان مناظره و گفتگوی رو در رو هست. اگر به نوبه خود شخصا با چند تن از کارشناسان شبکه کلمه تماس گرفتم جهت مناظره با حضرت عالی و سایر کارشناسان شبکه ولایت. بله. از جمله آقای خدمتی قبل از عزیمت مکه مکرمه قول مساعد داده بود که جهت مناظره آماده خودش اعلام بکنن. متاسفانه تا کنون موفق به تماس با ایشان نشدم. ولی دیروز با آقای سجودی تماس گرفتم و مفصل در خصوص مناظره و همون گفتگو صحبت کردم و ایشان ظاهرن آماده مناظره و گفتگو میباشند و درخواست ایشان این بود صدای ایشان و تصویر ایشان از شبکه ولایت پخش شود. امیدوارم که این بستر از طرف مدیریت محترم شبکه ولایت فراهم شود تا مردم هم این حقایق را ببینند. بله. اما آقای ملازاده و یا به قولی که تمام خاص مردم همین است که جاهل زاده اخیراً در شبکه خود اعلام کرده که آماده مناظره و گفتگو هست. بله. در این خصوص بنده شخصاً با چند تن از علمای اهل سنت منطقه که خودم با ایشان با امام بردگان صحبت کردم در خصوص کارکنان شبکه کلمه یعنی کارشناسان شبکه کلمه نظر علمای اهل سنت مبنی بر این است که آقای ملازاده و حیدری به هیچ عنوان نماینده اهل سنت نیستن. نه تنها نماینده اهل سنت نیستن که هیچ، بلکه ما آنها را مسلمان هم نمیدانیم. مسلمانی که در صدد تبرئه یزید ملعون هست این را ما مسلمان جناب آقای نمیدانیم. جناب آقای هادی جونتون سلامت. ما تو برنامه قضاوت با شما اصلا اینجا رسما اعلام کرد من اعلام کردیم و وقت گذاشتن اصلا با خرج و هزینه شبکه ولایت آقایون بیان رو خط، ما هم تلفن میزنیم یک ساعت نیم ساعت دو ساعت صحبت کنن ولی حتی اینش هم راضی نیستن بیان. شما میرید و صحبت میکنید. خیلی ممنون جناب آقای دکتر. فرصت خیلی ممنونیم. خب الو بله آقا اینو آمادی جواب بدین بعد بیراسیم به چیزا. اشکال نداره اتاق فرمان اگر بزرگواری کنن تلفن ها رو اگر میخواید چند درصد رو دارن بدن اگر ندارن واسه رو خلاصه مطرح بکنیم یه جواب بدیم بعد ان شاءالله بقیه عزیزان رو ان شاءالله تو فرصت باقی مونده تقدیم عزیزان کنیم. خب آقا بله اگه اجازه بفرمایید بحث خانم سلامی بود که حالا سوالاتی رو مطرح کردن که گفتن این خطبه 176 از نهجون علاقه آقایان شبکه وهابی ها میرن و مطرح میکنن و این همه مطالب به قول حضرت عالی توی نهجون علاقه هست اینا رو همه رها میکنن و میان و یه مطلبی رو پیدا میکنن که حالا یه مقداری مثلا شاید به سودشون باشه و تو بوق کلا میکنن. انقدر این رو لطف کنید توضیح بدید. بعد همونطوری که خواهرمون اشاره کردن خب این کاملا مشخص و واضح هست که این آقایان خیلی زیاد دنبال این مسائل حقایق نیستن. خطبه شقشقیه را ما برای شما مطرح می کنیم
اینها برای شما عرض کنم میگن بر این که این خطبه مربوط به نمیدونم ساخت پرداخته مرحوم سید رضی هست. خطبه 53 را نقل میکنیم، میگیم امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه این هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار، این دین در دست اشرار اسیر بوده. برای شما عرض کنم خطبه 151 رو نقل میکنیم که صراحت داره بر این که این افرادی که بعد از پیغمبر اکرم به دوران جاهلیت برگشتن مرتد شدن علی سنت من آل فرعون. خب آقایان فقط بیان بگن که فقط در نهج البلاغه یکی یا دو تا خطبه را قبول دارن که آمده گفته که لله و بلاد فلان، اینا میگن آقا اینجا از عمر تعریف کرده، حالا این لله و بلاد فلان کجاش از عمر تعریف کرده ما نفهمیدیم. در رابطه با برای شما عرض کنم خطبه 176 خطبه طولانی مفصله، اونجا امیرالمومنین سلام الله خیلی از حوایب توحیدی و غیره را آورده. حالا من نمیدونم این آقا میگن خطبه 176 رو بخونید کدام فرازش بوده، اگر این خواهرمون اگر اون عبارتهایی که از خطبه 176 نهج البلاغه آقایان انتخاب کردن برای ما بگن ما همون رو مستقلن جواب بدیم. بله. جناب حسینی که حسینی از بله. آلمان زنگ زدند، اینها همین که اولا که رعایت وقت کردن ما ازشون تشکر میکنیم. بله. این که لباس سیاه برای زنان بوده، خب آقا شما که اصلا لباس سیاه را بدعت میدانید، چه برای زنان چه برای مردان. از اون طرف وقتی برای زنان ثابت شد پیغمبرم نگفته که مردان نپوشن، الغاء خصوصیت میشه، حکم الامثال فی مایدوز و فی مایدوز سیان. این از این جهتش. بحثای دیگری که کردن که اعلام جهادونه جواب دادیم در رابطه با معاویه و غیره، عهد پیمانی که امام حسن بس، امام حسن میخواست اون چهره دینی که معاویه به خودش گرفته این چهره دینی معاویه رو از بین ببره، اون ماهیت واقعی معاویه را به مردم نشان بده که این جز دشمنی با خدا و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ندارد. بله. بعد برای شما آقای علی از اصفهان خب یه سری مطالب رو گفتن، مدرک دکترا آقای مرادزه یکی آجا ملازاده رو میخواستن. خب ما تقریبا 5-6 سال قبل در شبکه سلام با ایشون بنابود مناظره داشته باشیم. شبکه سلام من زنگ زدن آقا ما اینجا میخوایم برای شما عرض کنم فرد از حضرت عالی به عنوان مجتهد و دکتر تعبیر کنیم، ما دوست داریم شما هم مدرک اجتهادتون و دکتراتون رو برای ما فکس کنید. من تمام مدارک علم رو فکس کردم. به ملازاده گفتم شما مدرکت رو برای ما بفرست، فلانی فرستاده. ایشون گفته بود من مگر بخوام استخدام بشم در شبکه سلام بفرستم. خب این ما بارها گفتیم اگر واقعا هست ما تمام مدارک علمیمون رو برای شما تو سایت من گذاشتیم، آقایان اونجا ببینن. حالا اینا عددی نیست، بنده خودم برای شما عرض کنم نه به آیت اللهش نه به دکترش و غیرهش، من حتی خیلی وقت تو حوزه هم جلسه داریم یا همایشایی که تو دانشگاه هست میگم آقا جان نه آیت الله، فقط بگید استاد قزوینی، به همین اندازه من به قول راضی هستم و به هیچ وجهی هم ما شبکه را به قول مقدمه برای بعضی از کارها قرار ندادیم، با اینکه بنده خودم سال 68 گواهی اجتهاد از مراجع گرفتم، بارها تو این شبکه اعلام کردم، باز هم دارم میگم، خواهم گفت بنده مقلد هیچ کدام از مراجع ازام تقلید نیستم، خودم حاشیه بر عروه دارم، ولی دست همه مراجع را میبوسم و بر این بوسم افتخار میکنم. بله. این رو ما بارها خودتون مجتهد هستی دیگه. بله با توجه بله. اصلا اجازه تقلید دیگه نداری. بله کسی که مجتهد باشه تقلید حرامه. بله. براش. تقلید حرامه. بله. بنده از همون سال 68-69 به قول یک حاشیه بر عروه نوشیم برای عملها عمل خودمون. بله. الان ای حال نسبت به قضیه برای شما عرض کنم مناظره‌ای که جناب آقای آقا هادی هم مطرح کردن. بله. خب حالا اگر آقای خدمتی بله. فقط به آقا هادی اردبیلی قول دادن، آقای سجودی به او، آقای حیدری رسما تو سایت‌ها اعلام کرده من آماده مناظره هستم، ولی بعدا گفتن آقا اعلام کرده بودیم، بعدا به ما گفتن که خلاصه صلاح نیست. خب ایشون این آقایان هم به قول نمیدونم از مامی جان اول اجازه بگیرن بعد بیان به قول اعلام بکنن.
خب ما حرفی نداریم، اسمش میخوان مناظره بگذارن، گفتگوی دوستانه بگذارن. آقایان معتقدن ما مشرک هستیم، بدعت گذاریم، کافر هستیم. خب بیان در یک شبکه رو در رو با هم بشینیم، ثابت کنن، ما دستشون رو میبوسیم اگر واقعا ما رو از شرک نجات بدن. چه کسی دوست نداره از شرک و از آتش جهنم نجات پیدا کنه؟ این که نمیشه شما برایشون اون ور دنیا ما این ور دنیا برداریم، شما حرف بزنیم ما هم حرف بزنیم. ما گفتیم آمادگی داریم اگر چنانچه واقعا کارشناسای آقایان تو استادیو خودشون بنشینن، ما حاضریم، این امکانات رو داریم که از همین استادیو گم استادیو اونها رو هم پشتیبانی کنیم. نصف برای شما عرض کنم تلویزیون مخصوص استادیو آقایان باشد، نصفش هم مخصوص استادیو ما باشد. حالا چون نه رفتن ما به اونجا مقدوره، نه اومدن اون آقایان به اینجا مقدوره، من کاملا نسبت به هم جناب آقای خدمتی، هم آقای سجودی، هم دیگر افرادی که خیلی زبان فحاش ندارن، زبان برای شما عرض کنم شتم ندارن، ما گفتیم اعلام میکنیم ما آمادگی داریم. حتی اونا که در شبکه نور یا ظلمت هم بودن، گفتم یکی دو تا از افرادی که اونجا دهن درنده‌ای دارن فحاشی میکنن، اونا رو اصلا آدم حساب نمیکنیم ما. تا بخوام با اونها بخوام مناظره ما بکنیم، یک فردی که از اول تا آخر شروع میکند به فحاشی و اهانت و جسارت و ما امثال ملازاده و آیه دورانی، چه اصلا اینها را عددی حساب نمی کنیم. بعد در رابطه با آیه ملازاده که خب ایشون خب خود آقایان اهل سنت ایشون رو از اتباع بنی امیه و ناسبی می دانند. در شبکه المستقله یک مناظره‌ای و گفتگوی داشت آقای ملازاده با یکی از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی، حسن بن فرهان مالکی. من نمیدونم اتاق فرمان اگر تو آرشیو داشته باشن بتونن یکی دو دقیقه این رو بتونن پخش کنن. خود آقای حسن بن فرهان مالکی، یک سنی شیعه هم نیست، گفت آقا ملازاده از اتباع بنی امیه هست و ناسبی هست و احمق و شعور ندارد، حتی وضع عربستان سعودی رو هم به هم زده، ایشون تفرقه ایجاد کرده. و جالب اینه، گفت ایشون قیافه زش و قبیحی داره، خدا چون قلبش قبیح زشت، قیافش هم خدای عالم زشت قرار داده. تا خلاصه مردم بدانن این قیافه وقی و زشت ایشون نشانگر اون سیرت وقی. من از اتاق فرمان درخواست می‌کنم اگه بتونن اینو پیدا کنن تو فواصل برنامه این فول پیدا کردید ممنونین، اگه پخش کنید که خیلی بله. متشکرم و تشکر می‌کنم که اینقدر زود میتونید اینا رو فراهم کنید. ما من حقي أن أقول أنه نصب، نعم نعيدها جذعة ناصبي ومن أتباع بني أمية ومن الذين ورثوا هذا النصب، وأصلا من شكله، من شكله تعرف أن ما قلب خير من الشكل فقط. الله لم يسوي صورته إلا لعلم، إلا لعلم بأن باطنه كل من خالف ذلك هذا مكان أصولي ولا لقاء واحد يعني بسم بالله تأمل إليه، والله ما قبع الله صورته إلا لقبح في قلب. إنما أنت رجل غبي أحمق مرفوعا كالقلم، ولذلك ما أظن الله سيحاسبك على أن هذا الأحقاد، أنت مليء بالأحقاد. الآن يقول التاريخ هو أول من يفتش التاريخ. أنا اتفقت مع الأخ مع الأخوان على مسألة المبادئ العامة للقرآن، أمثال هؤلاء الناس هم الذين فرقوا المجتمع السعودي. وقتی که یک نویسنده مشهور عربستان سعودی میگه تو احمقی، خدا قیافت رو وقی کرده به خاطر اینکه قلبت برای شما عرض کنم زشته و قلبت مملو و از حقد و کینه هست. خب آقا همچه فردی به قول خب این آقایان میتونن برای شما عرض کنم به قول ما هم داریم از این دیوانها، به قول میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، به قول بره برای شما عرض کنم با اون آقایانی که از شیعه ها هستن فحاشی میکنن با اون مناظره کنه، میگن الخبیثات للخبیثین. بله حاجا. آقا سعید هم از خراسان که از برادران اهل سنت بودن و خیلی مؤدب صحبت، بله خیلی مؤدب صحبت میکنن و تسلیت هم گفتن، من ممنونم از ایشون. بله من ممنونی. و آقا سوالاتی داشتن، گفتن اگه عزاداری امام حسین است، امام حسین دم شهید شدن چرا از اول شروع میکنه به دوام؟ ببینید عزیز من، ما این روایاتی رو در اول محرم آوردیم از آقا امام رضا سلام الله علیه، فرمودن وقتی ماه محرم میرسید
پدرم امام کاظم عزادار بودن، لبشون به تبسم و خنده گشوده نمیشد و گریه‌دار بودن تا روز دهم گریهشون به اوج میرسید. این ماه رو ما ماه عزا میدانیم، نه فقط روز عاشورا را، این ماه را ما ماه عزا میدانیم، اینم به تبعیت از امامان معصوم ما هست. اما اینکه شما فرمودید قضیه زنجیر و تبل و شیپور و غیره، خب اینجا آقایان نظر آقایان مراجع باید لحاظ بشه. آقایان مراجع نسبت به زنجیر زنی و سینه زنی میگن این از نماد عزاداریه و روایتی هم در نهیش از پیغمبر و ائمه نیامده و اصالت الاباحه میگیرد این رو و از شعائر اسلامی هم شمرده میشه. اصالت الاباحه در تمام امور هست الا ما خرج بالدلیل. یعنی الان مثلا فرضاً نوشابه آمده کانادا، پپسی، چون روایتی هم نداریم، پیغمبر نفرموده پپسی حلال یا حرامه، کانادا حلال یا حرامه، یا مثلا سیگار حلال یا حرامه. آقایان فقها شیعه سنی حتی خود ابن تیمیه میگه اصالت الاباحه در همه جا حاکم هست مگر اونجا که ثابت بشه حرمت یا وجوب. حاج آقا بعضی جا که وقتی از این عنوان ها مثل پپسی که مثلا نشانی از یک جای استعماری هست، اینو مراجع مثلا حرمت میدن که میگن آقا چون تقویت مثلا بله در رابطه با قضیه تنباکو که در حقیقت استعمار انگلیس بود، برای شما عرض کنم مرحوم آقای شیرازی آمد برای شما عرض کنم فتوا بر حرمت داد. اون یک مسائل دیگریه. حالا من مثال زدم بله برای شما عرض کنم امثال این قضايا. مثلا الان به قول مردم ماکارونی میخورن، زمان پیغمبر ائمه نبوده، آیا ماکارون حلال یا خب اصالت الاباحه در همه جا هست. در رابطه با زنجیر زنی و نسبت به سینه زنی و غیره، آقایان حتی خودشون هم سینه میزنن. آقایان شما ببینید در مراجع و غیره که چیز میکنن با دستشون سینه میزنن، این در حقیقت یک نوع اظهار علم و درد و ناله و اعلام عزاداری و سوگواری هست و خود را دارد. در رابطه با طبل و شیپور و موسیقی اینها، خب آقایان خیلی از بزرگان اینها را حلال نمیدانن، جایز نمیدانن. بعضی میگن نه، اون دسته از طبل شیپور یا موسیقی که مخصوص شادی نباشد، در اونجا طرب و برای شما عرض کنم رقص ایجاد نشه، اشکالی ندارد. در اینجا هر فردی میتونه از دفتر مرجع خودش سوال کنه که آقا استعمال طبل و شیپور و همزه موسیقی که نمیزنن، اون موسیقی که تیز هست مثل موسیقی هایی که مثلا در ارتش هست، آقایان خب غالبا اشکال نمیدانن چون اونها یک سری برنامه های مخصوصی که اون حالت طرب رو نداره. در رابطه با عزاداری که شما فرمودید ما سه روز عزا میگیریم، خب شما قطعا روایتی دارید، به روایاتون عمل میکنید. ما هم در این زمین اون روایات رو خب از دیدگاه ما قبول نیست. ما بحث چیز روایات ما امسال خواندیم که در عزای امام حسین یک سال بنی هاشم عزا گرفتن و لباس سیاه پوشیدن. خیرات و احسان ما هم قبول داریم، نسبت به مرده ها باید خیرات و احسان داد. فقط این وهابی هاییست که هر روز مثل گارت می روین یک فتوای کفر و ضد قرآن صادر می کنن. آقا نمیدونم نماز خواندن به نیت مرده حرامه، قرآن خواندن ثوابش به مرده حرام بدعته، نمیدونم احسان کردن به نیت مرده بدعته. ما حساب اهل سنت را با حساب وهابیت جدا میدانیم. این عزیزمون گفتن نسبت به مقدسات اهل سنت، برادر بزرگوار، ما گفتیم کسی به مقدسات اهل سنت اهانت بکند این رو طرد میکنیم و گناه بزرگ میدانیم. ولی وقتی که شما ببینید این شبکه های وهابی به حضرت زهرا سلام الله علیها توهین میکنن، به امیرالمومنین جسارت میکنن، به امام حسین وقیح ترین عبارت رو نثار میکنن، از یزید دفاع میکنن، ما حداقل اگر واقعا علمای اهل سنت بیان همون طوری که نسبت به این دو تا شبکه فدک اهل بیت مراجع ما اعلام براءت کردن، محکوم کردن، علمای شما بیان این شبکه ها رو محکوم کنن. اصلا ما به هیچ وجه درباره اینا حرف نمیزنیم، ولی وقتی که اینها میان ما مطالبی از کتب اهل سنت مطرح میکنیم. اگر چنانچه عزیزم فرض یک مطلبی ما صحیح بخاری صحیح مسلم نسبت به خلیفه
اول دوم یا عایشه نقل میکنیم، اگر چنانچه عزیزم این رو اهانت میدانید به مقدسات اهل سنت، پس شما بیایید اعلام کنید آقا این صحیح بخاری و صحیح مسلم روایاتی در اهانت به اهل سنت داره. اگر ما از خودمون آمدیم مطلبی گفتیم، از کتابهای شیعه چیزی گفتیم، از ما گلایه بفرمایید. ولی اگر ما مطالبی داریم نقل میکنیم، از کتابهای خودتون نقل میکنیم. اگر اهانت بزرگان شما این اهانت رو روا داشتن، اگر جسارت به خط قرمز اهل سنته، آقای بخاری و مسلم و نسائی و ابو داوود و امثال اینها داشتن، من دیگه جوانم دیگه کنیم. خیلی ممنونیم، اگه اجازه بفرمایید آقا یه فرصت کوتاه از اتاق فرما بگیریم و برگردیم و بخش پایانی که صدای گرم عزیزان رو می‌خوایم بشنویم رو داشته باشیم و انشاءالله خداحافظی کنیم. جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، کول بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی. خیلی ممنون هستیم بیننده عزیز، تا این لحظه همراهی کردید، این چند دقیقه پایانی رو ان شاء الله همراهی بفرمایید. فکر میکنم جناب آقا محسن از فرانسه پشت خط هستن. سلام و عرض ادب دارم خدمت این دوست عزیز. سلام علیکم جناب. و علیکم السلام. خدمت شما، خدمت جناب آقای نازنین عزیز سلام میکنم، دست مبارک ایشون را دور میبوسید. بزرگوارید. ارزم به حضور نیاز آقا، ما اولی مسئله بگیم، ما خدا توفیق داد یکی از دوستان اهل سنی که اهل تسنن که وهابی هم بودن تو منزل بنده تو همین کشور فرانسه به دین به مذهب حقه شیعه اثنی‌عشریه تغییر دادن مذهبشون رو تو همین داره شاید یکی دو ماه پیش بود. این مسئله بعد دوم نظر آقای برغی تو این کانال های وهابی ایشو رشد علمی میکنه. قبلا مثلا آیت الله بود، حالا شده آیت الله عظما. چند وقت پیش گفتن که ایشان مراجع قوم، یعنی همینجوری رشد میکنه ایشو. من بعد گفتن سر نماز کشته شده. من یه سوال دارم که نمیدونم صحبت ما پخش بشه اونجا. ما میگم که مثلا یه حاج خانه میدونم نه الغیسی تو یه دهن من مشهور بودی سر نماز ترور بشه، خلاص یه کانالی چاپ میکنه دیگه، بی بی سی، سی ان ان، فاکس نیوز، یکی میگه آقا من سر نماز جمهوری اسلامی ترور کرد. خب آقا بردارید اینو خبرشو به ما بگید که چه تاریخی بوده، بذارید تو سایت ما ببینیم که ایشون سر نماز ترور شده. بله. این مثلا بله. در ارتباط با عرضم به حضور مبارک شما چه توسط به ائمه و اینها توی اینترنت، آقای علی جمعه، آقای شعراوی، آقای جیل صادق، اینها توی اینترنت فایلاشون هست، اگه امکان داری اینها رو دانلود کنید بذارید مردم ببینن که آقا علمای اهل سنت اصلا میگن ما توسل کنیم، شرک هم نیست. به تمام دهت به انبیا میتونید توسل کنید، به صالحین میتونید توسل کنید، به صحابه میتونید توسل کنید. این صحبتی که خودشون اونجا داشتن. یه مطلب مزی هم که میخواستم بپرسم بگم ازم بودی که من برای تعجبه این آقای وهابی هر کاری ما بکنیم وارد بهش میشه. چه دینی داریم ما؟ شما بکشی ثواب داری، نکشی ثواب داری، بشینی ثواب داری، بیستی ثواب داری. واسه دیگه من خودت اینو فرستاده میگم آقا همون چیزی که مثلا مسیحی اعتقاد دارم شما وارد عیسی اعتقاد داری وارد بهش میشی. یه جز به دین نداشیم که آقا این کار رو بکن این کار رو نکن، فجر راحت بود اونجوری. یه آخرین مسئله من در ارتباط با این خیلی ممنون جناب آقا محسن. آخر خیلی سریع بگم، اینا گفتن که آقا شما بایستی که بگید که حضرت امیر اسمش تو قرآن هست. این بود الحمدلله یکی زنگ زد آقا شما اسم عایشه رو توی سوره نور چرا نیومد؟ نیومد گفته شاید خدمتی گفتن که تو تفاصیل اومده دیگه، روایت 99.5% یا 99.5% گفتن درصد روایت اومده که این با عایشه است. خیلی ممنون آقا محسن، درود بر شما، متشکریم که از فرانسه با ما تماس گرفتید.
جناب آقای محمد عمر از زاهدان از برادران اهل تسنن سلام عرض ادب دارن. بله سلام عرض می‌کنم. جناب آقای محمد عمر، من عذرخواهی می‌کنم که پشت خطم موندید یه مقداری. خیلی وقت ما هم پیش پشت خط بود. من عذرخواهی می‌کنم. قربان شما. آره. بله البته ما تماس گرفتیم که هزینه‌ای برای شما نیافته. من می‌پرسم جوابتون ان شاء الله در بعدم بگیرم از ان شاء الله. ممنونیم. یک مذهب شیعه چند فرقه هستن، برامون توضیح دید که اختلافاتشون هم در چه موضوعی هستن؟ بله. بعد بنا به ادعای روحانیون برادران شیعه که نامگذاری جبرئیل توسط حضرت علی رضی الله عنه بوده، بعد اینجا یه سوال پیش میاد که جبرئیل در زمان حضرت آدم هم بوده، پس حضرت علی اون موقع کجا بوده؟ اینه میتونید مدرکشه بفرمایید پدر جان؟ جناب من رو کلیپ دیدم، البته روحانی داشت حرف میزد، کلیپ دیگه مدرک نمیخواد، کلیپ دیگه واضح و روشن داره خودمون میشنوم. بله بفرمایید. سوال سوم این از جناب آقای غزینی میخوام بپرسم، در که تا حالا فوش و لن شده عبادت، مثلا مذهب شیعه همیشه فوش میده لن نمیگه حسنات میده، از آقای ملازاده نمیپرسید این سوالو؟ ملازادی که ما پوشی نشنیدیم از ملازادی. آها جمدی اینش واقعا دیگه خیلی جالبه. نه نگاه کن، نگاه کن، این از اون سوالا بود آقا محمد. پوش صحابه بده به کدوم صحابه تا نه نه بابا پوشی که داره به حضرت ولی عهد آقای ملا محمد عمر عزیز، ایشون که داره نسبت به حضرت ولی عهد ارواح نافدا تعابیر وقیح و زشت برای شما عرض کنم، نمیدونم دیکتاتور هست، از هتلر بدتره، نمیدونم چی هست، نسبت به مراجع میگه اینها درنده هستن، نمیدونم چرنده هستن، اینا فوش نیست. ببین حتی پخش کردیم اینجا جناب آقای قزوینی، ما نگاه ما آقا محمد ما دوست داریم انصاف باشه ها، دارم نگاه میکنم هیچ فوشی توهین که نسبت فوش تو این که مثال بزنید شما آقای دانشمند واقعا تمام حرفونت فکر کنم شما برنامه آقای ملازاده رو ندیدی، حرمزاده هم از این بالاتر دیگه فوش شما شنیدی؟ من فکر میکنم شما برنامه آقای ملازاده رو ندیدی. من نگاه میکنم ملازاده آقا شما شبکه کلمه از خیلی وقت نه کلمه نه وصال رو میگم سال سر کرده که یک روایت از قرآن بیاری با وجود امام زمان، یک سال روایت بیاری که بر امامت حضرت امام علی، شما جوابی هم نشنیدی حضرت، شما بیا جواب بدی جلوی عام مردم، تمام عام مردم بشنون مشکل همه اهل سنت. ما بارها جواب دادیم اینو آقای محمد عمر. بله خیلی ممنونیم، قربان شما، زنده باشید، دست شما درد نکنه جناب آقای محمد عمر. خب الو سلام. سلام عرض می‌کنم جناب آقای محسنی. سلام سرکار خانم صفایی، شیرزن تهرانی. زنده باش. و عرض سلام و خسته نباشید سلام خدمت حضرت آیت الله قزوینی. سلام. بنده سوالی داشتم از محضر حضرت استاد. فقط دو دقیقه‌تون فراموش نشه سرکار. بله، اینکه در مورد صحت این مطلب ما راهنمایی کنم و یه نکته هم در مورد عزاداری که آخرش کوتاه عرض می‌کنم. حقیقتش این آقای هاشمی صراحتاً میگه در کتابای معتبر شیعه اومده در رجال کشی این که مؤسس و پایه‌گذار امامت مذهب شیعه عبدالله ابن سبع یهودی بوده. من با برنامه استاد سجودی تماس گرفتم، بنده منو ارجاع دادم به کتاب اهل بیت از خودش دفاع میکنه. خب بله و با توجه به اطلاعات خود بنده جلد اول صفحه 324 رجال کشی اولا این مطلب سند نداره، ثانیاً روایت کرده بعضی از اهل علم آوردن، یعنی از قول خودشون مطلبی نیاوردن، ثالثاً آورده شده مشهور کرد، شهرت جهانی داد، یعنی امامت وجود داشته ولی مشهور نبوده، یعنی ننوشته پایگذاری کرده. رابن آخر همین صفحه آورده شده مخالفین شیعه آمدن گفتن اصل شیعه از یهود گرفته شده، یعنی از زبان مخالفین میگه و در و اینو بی زحمت خواهشن این حضرت استاد ما راهنمایی کنن توضیحات کامل. و یکی هم این آقا سعید که میگن در مورد عزاداری و زنجیرزنی و اینا، این اگه ما بخوایم ضرب نفس و ضرب سما رو به چشم نگاه کنیم، اگه یه فرمانده جنگ دستور شیپور جنگو بده به جای سرازیر شدن به میدون نبرد، باید بسن برسه.
اینکه در مورد تبلو نمیدونم غیر و اینا، اینه برای کاروان امام حسینه، برای عزاداری نیست، ولی واسه عزاداری هم حالا زنجیرزنی هست، سینه زنی و غیره. خیلی ممنون از وقتی که به من خیلی متشکرم. خب ما دیگه فرصت نداریم آقا، چون دیگه 7 دقیقه فرصت بیشتر نمونده. ما دیگه خواهش میکنیم لطف کنن تلفن ها رو دیگه وصل نکنن و ما دیگه بسنده میکنیم به همین خواندن نام های این عزیزان. و البته خب این خیلی هم ناراحت کننده است برامون، چون دیگه حالا 7 دقیقه مونده برای پایان برنامه، حالا باید اینا رو جواب بدیم. اجازه میخوام که دیگه عزیزان تو اتاق فرمان دیگه وصل نکنن و از همه عزیزانی که پشت خط هستن بسیار عذرخواهی میکنم. همونطوری که این خانم صفایی هم اشاره کردن، من خودم داشتم برنامه رو اتفاقی داشت مشغول کار بودم، به قول حوصله دیدنش واقعا دیگه به قدر اینها کارهاشون وقیحه که اصلا آدم چندشش میاد که اصلا قیافه هاشون رو ببینه، حرفاشون رو آدم گوش بده. ولی خب همین آیه هاشمی برگشت که بابا در یکی از کتابهای معتبر شیعه رجال کشی آمده که عبدالله سبع بنیانگذار مذهب شیعه بوده. نه. عبدالله سبب بنیانگذار مذهب شیعه بوده. خب ما همین الان این خانم صفائی خب عبارت قشنگی رو حالا از سایت گرفتادن، خودشون دیده بودن. اگر دوستان مانیتور من رو اگر زحمت بکشن بدن، من همین الان که شون داشتن صحبت میکردن این اول و من شهره رو آوردم. این رجال کشیست، بینندگان عزیز ببینن رجال کشی جلد اول صفحه 324 بفرمایید. الکشی و ذکر بله رجال شیخ طوسی، نه نه رجال اختیار معرفت رجال الکشی، یعنی در حقیقت رجال کشی در دسترس نیست که اصلا از بین رفته، فرزندانش از بین بردن و مرحوم شیخ طوسی آمده اون رجال کشی را تلخیص کرده، تبویب کرده. بله بله اختیار معرفت رجال کشی هست. بله اینم آقایان اختیار معرفت رجال مال شیخ طوسی، خلاصه کرده رجال کشی. ببینید سند نداره ال کشی. بله و ذکر بعض اهل العلم، این عبارت خود کشی هم نیست، بعضی از اهل علم گفتن که عبدالله سبع یهودی بوده و مسلمان شد و علی را دوست داشت و با اینکه یهودی بود، برای شما عرض کنم در یوشع ابن نون وصی حضرت موسی غلو می کرد و بعد از وفات نبی مکرم در رابطه با علی ابن ابی طالب همچه حرفی زد و کان اول من شهر بالقول بفرض امامت علی، اول کسی که مشهور کرد گفتار وجوب امامت علی را ایشون بوده. یعنی بعضی از اهل علم گفتن، عبارت کشی نیست، عبارت اهل العلم و اضافه بنیانگذار چیزم نیست، یعنی قبلا بوده ایشون این امامت علی را، نه امام فرض امامت علی، وجوب امامت علی را چیکار کرد ایشون؟ اعلام کرد. و از هر البراءه و در آخرش هم داره قال من خالف الشیعه، مخالفین شیعه گفتن اصل التشیع و رف مأخوذ من الیهودیه. خب این آقا که میاد نخوانده مطالعه نکرده میاد میگه آقا در کتاب رجال کشی از کتابهای معتبر شیعه است. اولا کی گفت از کتابهای معتبر شیعه هست؟ در رجال کشی هم روایات ضعیفه هم روایات صحیحه، روایات مسند هست، روایات مرفوع هست، روایات متصل هست، روایات منقطع هست. روایاتی که معتبر هست قبول میکنیم، روایاتی که ضعیف مرسل مرفوع منقطع موقوف اینها رو میگذاریم کنار. اینجا هم که روایت هم سند ندارد و اضافه میگه مخالفین شیعه هم چه غلطی کردن. خب این آقا میاد قال من خالف الشیعه اصل الشیعه مأخوذ من الیهودیه، این عبارت رو آقا برای شما عرض کنم چیز میکنه، حذف میکنه و اصلا اشاره هم نمیکنه. خب مشخصه خواهرم، یک مذهبی که پایه و اساسش بر دروغ، افترا، تهمت، اهانت، ترور مخالف، کشتن مخالف از بهترین عبادات باشه، بهتر از این و بیشتر از اینم از اینها انتظار نمیرود. برادرمون جناب آقای ملا محمد عمر، یا محمد عمر بر از زاهدان، برادر از مذهب شیعه،
خب یک زیدیه ما داریم که الان حضور دارن، اسماعیلیه داریم، شیعه امامیه. ما فعلا مدافع شیعه امامیه هستیم و معتقد هستیم که هر دو مذهب، چه زیدیه و چه اسماعیلیه، اسماعیلیه امر براشون مشتبه شده و اونها را ما باطل میدانیم. نامگذاری اسم جبرائیل توسط حضرت امیر دروغه. حالا اگر یک آخوندی آمد یه همچه حرفی زد، یک مدلاهی همچه حرفی زد، ملاک گفتن او نیست برادر عزیزم. بله اگر یکی از علمای بزرگ و مراجع، ما بارها گفتیم گفتار مراجع نشانگر عقیده یک مذهبه، اگر مراجع ما آمدن گفتن بله جبرائیل توسط اسم گزارش توسط حضرت امیر بوده، ما اونجا یا میپذیریم یا اگرم خواستیم نقدم بکنیم میگه ما دلیل ما این هست. ایشون که میفرماین فحش و لعن شده عبادت، این اینطوری نیست. فحش و لعن شده باشد عبادت، فحش عبادت نیست. ولی لعن، برادر بزرگوارم، در قرآن ما یک آیه در سب داریم، آیه 108 سوره انعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولی در قرآن ما 38 یا 37 آیه درباره لعن داریم، لعنت خدای عالم بر شیطان، لعن خدا نسبت یهود نصارا، لعن برای شما عرض کنم ظالمین، الا لعنت الله علی الظالمین، یا نه نسبت به کاذبین که میگه برای خامسه لعنت الله علی این کان من الکاذبین. خب این لعن در حقیقت برادر بزرگوارم طلب دعا من الله، میگم خدا یا فلانی را از رحمتت دور کن، این در حقیقت خواستی از خدای عالم. بله لعن عبادت، در اون شکی نیست. اگر لعن عبادت نیست پس این 38 آیه در قرآن چیکار میکنه؟ و همونطوری که ما میگیم خدا یا به فلانی رحمت بفرست یا میگیم فلانی رو از رحمتت دور کن، این منطق قرآن برادر بزرگوارم. ولی از اون طرفم داریم اگر کسی فردی را لعن کند و اون فرد شایستگی لعن نداشته باشد، خدای عالم لعن را به لعنت کننده میفرسته. یعنی اگر یک فردی بیاد مثلا آقای زید را لعن کرده، آقای زید آدم خوبیه، صحابه پیغمبر جلیل القدر تو بهشته، خدای عالم این لعنت را به خود همون فرد لائن میفرسته. و این که نمیدانم نسبت به محسن آقا سری سوال داشتن که بحثای خیلی خوب بود، گفتن آقای علی جمعه، آقای احمد طیب و دیگران را توی مباحثشون هست که توسل رو قبول داره، چرا اینا رو سایت نمیذاره که بقیه هم بفهمن؟ البته این رو انشالله برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی انشالله در بحث کلمه طیبه این مباحث رو بعضی ها رو آوردن و بعضی رو انشالله خواهند آورد و ما هم در پاسخ قفاری در جلد سوم و همچنین پاسخ آقای برای شما عرض کنم غامدی در جلد دوم مفصل بحث توسل رو آوردیم. حدود شاید نزدیک 40 مورد از علمای اهل سنت که معتقد به توسل بودند، تمامی اینها رو ما لیست کردیم و با بررسی سندی آوردیم. حالا انشاءالله اگر فرصت ما داشته باشیم خودمون بحث توسل رو انشاءالله اگر شروع کردیم، حداقلش ما 10-12 جلسه بحث توسل رو خیلی عمیق، علمی و مبسوط انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولی اینکه گفتن که نمیدونم آقای برقی رشد علمی میکنه، آقا میگفتن دیگه الان که از دنیا رفته، میگفت یا از نمیدونم حجت الاسلام میره تا مرجع تقلید میرسه دیگه. خب این آقایان برای شما عرض کنم نماز. جالب این است که همین خانم صفائی زنگ زده بود به آقای سجودی، میگفت که این برای شما عرض کنم بحث هایی که شما کردید که در کتاب کافی، در کتاب کشی آمده، ایشون جواب داد بله در کتاب اهل بیت از خود دفاع میکنن اونجا آمده. خب این آقایان چون دلیلی ندارن، حرفی برای زدن ندارن، شروع کردن شخصیت سازی کردن. ما خب نسبت به بعضی از بحث ها که این آقایان برای شما عرض کنم داشتن که شخصیت های دروغی برای شما عرض کنم داشتن، نمیدونم فلان آقا حجت الاسلام بوده، حوزه علمیه درس خوانده،
نمیدانم در دانشگاه شهید بهشتی بوده، خواهرش عروس عروس آیت الله رضوان مکارم. خب اینها رو ما مطرح کردیم، دروغشون رو برملا کردیم. راست میگن، این بحثایی که ما کردیم جواب بدن دونه دونه. وقتی که اینها جواب دادن، ما نسبت به برقه‌ای که چطوری ساختن، قلمداران چیکار کردن، در همون کتابش ده ها لاتائلات و خلاف قرآن و خلاف سنت هست. حالا اصلا من عددی نیست که اینها بخوایم دربارشون ما بخوایم بحث کنیم. خب آقای برقه‌ای برای شما عرض کنم با عجل خودش مرد و بردن در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران هم دفنش کردن طبق وصیت خودش. حالا این آقایان یکی تا دروغ ندارن، میگن به شطور گفتن گردنت کجه، خب کجام راسته. خب آقایان دیگه با این وضعی که دارن، خب ما به هر کجا دست میگذاریم آقا کج هست، دروغ هست، افترا هست، نمیدونم فلان دکتر چنین چنان بوده. و دکتری که بابا وقتی نظام میگه این آقا جاسوس اسرائیل بوده، جاسوس آمریکا بوده و به جرم عمل شنیع لواط اعدام، آقا شهید درست کردن از او، نمیدونم ملا محمد عمر سربازی به مرگ خودش با سکته آقا شهید شده، آقای توحیدی تصادف کرده مرده آقا شد شهید. آقا یک دفعه اعلام کنید در ایران هر آخوند سنی از دنیا بره شهیده، من مات علی حب عمر مات شهیدم، یک دفعه راحت کنید ما را دیگه. دیگه اینطور قضایای شهید سازی و نمیدونم به قول افراد گمنام و دروغ سازی و امثال این ندارن. خب اجازه بدید این چه کاری بکنن دیگه، شما چرا اینقدر جا سخت میگیرید؟ بله دیگه ما حرفی نداریم. این آقایان بیان حسابی بگن آقا هر کس از علمای اهل سنت در ایران از دنیا رفت، حالا به تصادف باشه، خونش بمیره، سکته کنه، هر چی، همه اینها شهید هستن. در یک جا شیعه ها آمدن در قتل این خلاصه دخیل بودن. آقا نمیدونم علمای ما تو زندان هستن. خب آقا در هر کشور یه قوانینی هست عزیز من، چطور شما از علمای اهل سنت در زندان ایران در میده، ولی این علمای شیعه که در زندانهای سعودی دارن برای شما عرض کنم شکنجه میشن، از اونها حرفی نمیزنید شما. خب اگر در ایران به قول 15 تا 16 تا به قول آخوند سنی زندان است، دو برابر سه برابرش هم آخوند شیعه زندانه. خب هر کسی خلاف قانون انجام بده، خب طبق قانون باش برخورد میکنن. خب این همه به قول نزدیک 2000 امام جمعه و نزدیک 17000 18000 روحانی شما که الان حقوق بگیر نظام هستن، خب اینها رو چرا نمیگید شما این مطالب رو؟ یا اون آقایی که میگاد وقیحانه شروع میکنه به بالاترین مقام کشور زشترین عبارت رو برایش نثار میکنه، اینه شما با کمال وقاحت و بی‌حیایی تو شبکه میایید مطرح میکنید، انتظار دارید این علق مزغه ها، این افراد لجن رو به قول نظام به هیچ وجهی متعرض نشه؟ آیا در کدام یک از حکومت های دنیا اگر کسی به بالاترین مقام اون کشور اهانت کنه، وقیح‌ترین عبارت رو بگه، به راحتی میگه؟ خب وقتی شما قانون شکنی میکنید باید توانش هم پس بدید. ما بحثمون نه سیاسی نه دفاع از یک نظامه، ولی ما میگیم آقا قانون در هر کجای دنیا محترمه. حضرت آیت الله سیستانی میگه در کشور کفرم که هستید شما به قانون اون کشور باید احترام بگذارید. خب الان شما فرد رفتید فرانسه، رفتید براش نام لندن، آیا میتونید چراغ قرمز رد بشید؟ ما توقف ممنوع بیستید. اگر توقف ممنوع استادید، افسر برای شما عرض کنم لندن آمد جریمه کرد، داده بیداد میکنید. خب آقا به قول میگن چشمت کور دندت نر، میخواستی در توقف ممنوع رد نشید، اونجا برای شما عرض کنم پارک نکنی تا جریمت نکنن. خیلی ممنون آجا دیگه، ممنونیم و خیلی وقت هم گذشت دیگه، همکنان عزیزم اشاره میکنن. من فقط خواهش میکنم اجازه بفرمایید من این لاغل اسامی عزیزان رو بخونیم که دیگه خیلی شرمنده نشیم. آقایان علیرضا از اسلام شهر، آقا درخشان کرج، خانم حاصلی از سنندج، رحیم از تهران، حسن از تهران، حسینی از قم، چنانی از خوزستان، مجید از اسلام شهر، خانم مهدوی از کرج، احدیوان از آذربایجان غربی، پورمیری از اصفهان، مسعود از فسا، شهسواری از شرق قدس تهران نوشتن، شیرینی از مشهد، پیمانی از اصفهان، مهدی از سمنان، نادری از قم، علی از قزوین، حسینی از تبریز، رضایی از ایلام، شریعتی از نجف آباد و ابشار از کرج، میرزایی از تهران، سید خان از بابلسر، ستایش از تبریز، اندکزاده از کرمان،
فتی از کرج، موسوی از سوئد، محمد از بندر عباس، نوری از تهران، اشته از اصفهان، خانم محمدی از قزوین، علیزاده از زرند، زرندی صابه، شاهسمن از مشهد، امیدی از کرج، برهانی از همدان، مهدوی از هندوستان، اینا برادران اهل شیعه بودن، شیعه بودند، و از برادران اهل تسنن هم که آقای حسن از عراق، آقای شجاعی از شیراز، آقای عثمانی از زاهدان، آقای مهدی از اصفهان، آقای خلیل از خاش، آقای احمد از امارات، اینا با ما تماس گرفتن که از همشون عذرخواهی میکنم که فرصت نشد خدمت شما باشیم، ان شاء الله در فرصت های آتی. باشه، دعا بفرمایید که میخوام یه خدا دو سه شب قبلم زنگ زده بود گلایه میکرد من آقای خلیل از خاش گلایه میکرد که چرا فرصت نشد برای شما عرض کنم، به ما فرصت نه، چند جلسه است ما میاییم و طلبشون توی برنامه قضاوت باشه. بله ایشون شد در قضاوت ما یا شب دوشنبه شب جمعه بیان در خدمتشون هست. خیلی شون آقا قول دادم به شما آقا خلیل که دیگه شب جمعه بودارد. حالا اگه قضاوت با شما یا در شب جمعه، انشاءالله شب جمعه در خدمتشون هستیم. بله اما دوشنبه و چیز رو حتی ما همیشه فراموش میکنیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام مولای من بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن نازنین وجود قرار بده، بر تمام بیمارانمان شفای عاجل کرم نما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را برآوردن ما، حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، اونایی که تکرار برنامه را میبینن، اونهایی که ما را دعا میکنن، قلبشون برای ما میتبه، خدایا با آبروی زهرای مرضیه حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنونیم آقا از این فرصتی که به ما داده شد و ممنونیم از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی کردن، از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه را هم دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان. علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی. علی ای